مثلا آقای مایک پمپو وزیر امور خارجه آمریکا یک سخنرانی کرد و خب میدونید که ایشون قبلا رئیس سازمان CIA بوده و سخنرانی که کرد من خیلی این سخنرانی رو مهم دیدم و البته از یک منظر ایشون تمام شکستاشون رو تو منطقه به گونه دیگه داشت مطرح میکرد که چه شکستای مفتزهانه‌ای خوردن و حالا اومده جنگ روانی را مندازه و از اونجایی که در این جنگ های روانی بخشی از ملت ایران چون مسائل سیاسی رو به درستی نمیدونن تحت تاثیر قرار میگیرن با توجه به اپوزیسیونی که امروز داریم، امروز دیدم برخی از این رضا طلبان در خیابان های تهران و ایران در برخی از مناطق نوشتن ترام دمت گرم روی دیوار نوشتن و اینو پخش کردن و چارپایان حامی آقای رضا دیبا اینو خیلی در توییتر و اینا دارن پخش میکنن. شرم‌آوره این سطح از خیانت. ولی من میخواستم جنگ روانی که آقای پمپئو امروز را انداختن صحبتاشون رو بزنیم، تحلیل کنیم، خیلی مهمه چون دقیقا همون برنامه‌ای که برای صدام حسین داشتن همونو دارن پیاده میکنن. آمریکا هیچ وقت به یک کشور یک باره پس از اون تجربه تلخی که در ویتنام داشت حمله نمیکنه. اول به مانند مثلا کشورها رو به مانند یک شیر میبینه، تمام تلاشش رو میکنه که تمام دندانها و پنجه های این شیر رو بکشه سپس حمله کنه و الانم بعد از 40 سالی که از این حکومت گذشته بخش گسترده ای از این حکومت رو به خدمت خودش با عناوین مختلف درآورده و میخواد دوباره همون بلایی که سر پادشاه فقیه در سال 1357 بر ملت ما آورد یک بار دیگه تکرار کنه، چون تمام دعوا اینه که اینها هژمونی ایران رو نمیتونن بپذیرن. اینها نمیتونن بپذیرن که بابا جان ایران یک کشور 7000 ساله است و در منطقه ایران به مانند یک پدر برای کشورهایی که عموما جعلی هستن، هم سوریه هم عراق هم لبنان، اینها کشورهای جعلی هستن، اینها در حوزه تمدنی ایران بزرگ تعریف میشن. اینها نمیتونن این هژمونی رو ببینن. در تمام منطقه هم شکست خوردن، بهشون فشار اومده و تنها چیزی که براشون مونده جنگ اقتصادی است که اینم با ایمان تک به تک فرزندان ایران میتواند حل بشه، منتها در 100 سال کاری که پدیده رسانه انجام داده شوربختانه اعتماد به نفس از ما گرفته، ما رو یک مش آدمای سربزی رو تو سری خور کرده که به قدرت خودمون باور نداریم. ما وقتی که صحبت میکنیم میتونیم رو پاهامون وایسیم، خیلی از همین مردم خودمونن که مسخره میکنن و باور نداریم که بخوایم میتوانیم و ما در طول تاریخ هیچ وقت هیچ زورگویی نتونسته تا ابد بر ما زور بگه و چون فرهنگ ایران برتر بوده با موقعیت جغرافیایی که داره با توجه به این حملاتی که از اسکندر گجستک تا مغول‌ها و اعراب تازی حتی با اون اسلام اهریمنیشون که به ما حمله کردن، ما همه اینها رو با فرهنگ قویمون تونستیم مقاومت کنیم، حتی دگرگون کنیم، حتی اسلام عربستان حجاز ما نپذیرفتیم و در نهایت یه گرفتیم یه شکلی بهش دادیم به اسم شیعه که کاملا یک جریان ایرانی شد. به هر روی من صحبت‌های آقای پمپئو رو می‌ذارم با هم دیگه گوش کنیم. یاران اگه در فیسبوک که دارن دنبال می‌کنن خب تصویر رو می‌تونن ببینن، ولی یاران اینستاگرام خب شوربختانه فقط مجبورن چهره منو تحمل کنن. من صحبت‌ها رو می‌ذارم تا با هم دیگه تحلیل کنیم این صحبت‌ها رو. برجام نارسایی‌های دیگه هم داشت. سازوکارهای نظارت و راستی آزمایی تعهدات ایران در برجام قصه همین اولش میگه برجام در ارتباط با راستی آزمایی منظورش اینه که ایران به تعهداتش عمل نکرده. در همین گام نخست آمریکا بود که هم در دوران آقای اوباما به تعهداتش عمل نکرد هم در این دوره. و خیلی جالبه اروپایی‌ها که عاشق چشم و ابروی آقای حسن روحانی که به هر حال نیستن، شوربختانه تمام اسناد نشون میده که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل کرده. میگم شوربختانه به خاطر که این احمقا رفتن آب سنگین عراق و توش بتون ریختن، تمام سانتریفیوژای ما رو قطع کردن، تمام زحمات ما رو گذاشتن کنار، کلی از دانشمندان هسته‌ای ما رو بیکار کردن که الان بخشی از این دانشمندان هسته‌ای دارن در ایران به شغل‌های خیلی معمولی لاستیک فروشی مشغول هستن، برخی از اونها ممانن در خارج و یک دفعه همین سازمان موساد و آمریکا و اروپایی ها اومدن دوروبر اینها و اینا رو شناسایی کردن و به استخدام خودشون درآوردن، در حالی که این دانشمندان زمانی که در ایران برای کشور خودمون کار میکنن برنامه ترور اینا رو میچینن. خیلی هم جالبه
هر کسی ترور بکنه میاد مثلا یه ماسمالی بکنه. وقاحت این کشورها الان جدیدن انگلیس یک برنامه یه دونه سریالی رو آماده کرده داره، الان قسمت پنجم ششمش هم رد شد، که تخصصی داره میگه چجوری دانشمندان هسته‌ای ایران و مثلا انگلیس میخواد با افتخار بگه من ترور کردم. یعنی الان بین موساد و MI6 و سازمان CIA دعوا هستش که کدوم یکی از ما موفق شد دانشمندان هسته‌ای ایران رو ترور کنه. و من اینو به شما عزیزان بگم، یادآور میکنم به داستان عراق قبل از اینکه آمریکا بوش پسر حمله کنه، با دانشمندان هسته‌ای آمریکا هم همین کار کردن، یا ترورشون کردن یا اینا رو مجبور کردن به خارج بیان و اینها رو استخدام کردن در سازمان‌های هسته‌ای خودشون. بنابراین آقای مایک پمپئو، شما الانه که به تعهداتتون عمل نکردی و با وقاحت این آدم اونجا وایستاده داره دروغ میگه. اندازه کافی قوی نبودند. برجام هیچ کاری نکرد که مانع توسعه سلاح‌های بالستیک ایران نشه که باهاش میشه کلک‌های هسته‌ای هم بکنه. خب حالا رسید به موشک. اصلا مگه در برجام ما صحبت موشک بالستیک داشتیم؟ مگه ما برگشتیم به شما بگیم که چرا شماها حتی موشک های قاره پیما دارید آقای مایک پمپئو؟ مگه این صحبت ایران تا الان کرد؟ شاید تا شما میتونید موشک قاره پیما داشته باشید. ما موشک های بالستیکمون که نهایتا موشک خرمشهر ما تا 2000 کیلومتر برد داره، بعد اینم بعد میومدیم به شما پای میز مذاکره صحبت میکنیم. ببین وقاحت اینا فقط بحثشون اینه که آقا ایرانی قدرت نظامی نباید داشته باشه. تمام درد اینا اینه، من دردشونه که میدونم چیه. تمام این رسانه هایی که برای ما درست کردن، بی بی سی، صدای آمریکا، انواع و اقسام اپوزیسیونی که دارن بهشون پول میدن، تمام درد اینه که آقای ایرانی میخوای قاجار باش، میخوای شاه باش، میخوای جمهوری اسلامی باش، میخوای حالا فردا هر حکومتی باش، تو باید پیش شرط قدرت نظامی نداشته باشی. اصلا مشکل دارم با قدرت نظامی ایران. برجام این اجازه رو به حکومت ایران داد که بتونه از پولهای به دست آمده از برجام نکمک بکنه برای مشکلات اقتصادی مردم. حکومت ایران این کارو مشکلات اقتصادی مردمه که شما خودتون آقا را انداختید. عجب، ببینید واقعا به چه شکل وقیحانه ای خود اقتصاددانشون دارن میان میگن آقا ما را انداختیم. بعد الان داره مثلا نگران مسئله اقتصادی ما شده، میگه برجام پولی که ما به اینا دادیم اینا به اقتصادشون کمک نکرد. اولا از اون پول جالبه بهتون بگم، در دوران آقای اوباما، صحبت‌های خود آقای اوباماست که حتی یک دهم از اون پولی که قرار بوده به ایران بدن ندادن. خاک بر سر این تیم مذاکره کننده، من نمیدونم چجوری رفتن مذاکره کردن، همه چیز ما رو دادن، پولم کامل نگرفتن. یک دهم اون پول تازه پول خودمون بوده، پولای ما بوده که بلاکه کرده بودن، یک دهمشو دادن. بعد خیلی جالبه خود آمریکا الان چقدر، الان شما ببینید کارتون خواب داره، شرایط اقتصادی وحشتناکی داره، 700 میلیارد دلار داره خرج میکنه در منطقه ما. الان از زمانی که ترامپ اومده یه خورده زرنگ شدن، دارن کشورهای عربی رو میدوشن، قبل از اون کامل داشتن این پولا رو خرج میکنن. الان جدیدن دیگه یاد گرفتن از این بن سلمانی که الان قایب شده، امام قایب شده، از اینا داشتن میچاپیدن. خب حالا گوش کنید، نکرد ولی به جاش حکومت از ثروت به دست آوردهش کمک کرد برای دامن زدن به جنگ های نیابتی و کمک به گروه های مثل حزب الله و حماس. میگه به جنگ های نیابتی، تو چرا از اون ور قاره اومدی اینجا؟ اینا دیگه صحبت های تکراری و کمدی است در خاورمیانه. فراموش نکنید ایران در طول زمان برجام نفوذ خودشو در منطقه گسترش داد. تا اینه دردت اینه بگو، نفوذی که ما توی منطقه تونستیم، شما شکست خوردید نتونستیم نفوذتون رو افت کنیم و ما تونستیم، پس داری شکست خودتون میگی. قاسم سلیمانی با پولی این کار رو کرد که پول خونبهای مردم بود. پول خونبه، عجب، فکر کنید رئیس CIA داره در مورد پول خونبها صحبت میکنه، کمدی نیست واقعا؟ اینشون داره این حرفا رو میزنه، رئیس CIA نگران خونه پول خونبها و اینجور چیزاست. حالا خودشون دیگه تو سریالاشون هم میگن به خدا میسازن، بارها چقدر موشک ها اینا اشتباه رفته تو عروسی مردم تو منطقه، چقدر عراقی رو سر همین داستان ها بی خود اینا رو اشتباهاتشون کشتن. الان بحثش اینه که خونبها خیلی جالبه. پولی بود که از غرب میگرفت و تونست کارزارهای خودشو جلو ببره. دولت اوباما امیدوار بود که این برجام جلو ایران رو بگیره تا باهاش به قواعد بین الملل تم بده. قوانین بین الملل چیه؟ یعنی قوانین زورگویی شماست؟
یعنی قوانین بین المللی که شما درست کردید ما باید چرا بهش تن بدیم؟ این چه قوانینیه که اجازه میده آقای نتانیاهو وقتی که ازش میپرسن شما آیا بمب هسته‌ای دارید یا نه، میگه من به این پرسش پاسخ نمیدم. ولی همین قوانین بین الملل برمیگرده به ایران، میگه که ما بعد ماموران آژانس اتمیمون بیاد ایرانو بگرده. این چه جور قوانین بین المللیه که به توی آمریکا اجازه میده که موشک قاره پیما داشته باشی، ولی به ما برمیگرده میگه شما حتی موشک بالستیک نمیتونید داشته باشی؟ این چه جور قوانین بین المللیه که به تو اجازه میده از اون قاره 10000 کیلومتر اینورتر بیای توی خلیج فارس ایران لنگر بندازی، ولی به ایران اجازه نمیده که در کشور همسایش عراق، با توجه به اینکه دولت عراق و سوریه خودشون از دولت ایران کمک خواستن، حضور نظامی داشته باشه؟ این قوانین بین الملل کی نوشته آقای پمپئو؟ واقعا کی نوشته؟ این چه جور قوانین بین المللیه که شما هر وقت دلتون خواسته به کشور ما تونستید دخالت کنید؟ حالا بگین جمهوری اسلامی بده پادشاه چی بود؟ تازه پادشاه که 80% حرفای شما هم که گوش میکرد، چون 20% حرفاتون رو گوش نمیکرد یا عقب مینداخت دیرتر انجام میداد، شما براش توطئه کردید در نشست گوادالوپ برش داشتید. این قوانین بین الملل رو کی تعریف میکنه؟ اما این اتفاق نیفتاد. عواقبش بسیار برای مردم خاورمیانه عواقبی بود که محسوس بود. بعد تو الان نگران مردم خاورمیانه اید؟ پس چرا داعش رو شما را انداختید؟ سلاح‌های داعش رو که خودتون دارید اعتراف میکنید داشتید میدادید بر روسیه، در مچتون گرفت، بعد اومدش اونجا آقای اوباما و اینا، هم تازه دوران اوباما چه کمکی به داعش میکردید؟ اومدید گفتید ببخشید اشتباه شده، ما داشتیم مثلا، چون اینا با هواپیما میومدن سلاح میریختن برای این گروه های حامیشون مانند جبهه نصرت، که اون هم یک جبهه تروریستی است که حتی حق نداشتن به اون نام سلاح بدن. بعد اینا که سلاح میخواستن مثلا به جبهه نصرت بدن، میرفتن بالای آسمون داعش براشون با هواپیما مهمات و سلاح و تسلیحات رو میفرستادن. بعد که مچشون رو گرفت روسیه، برگشت گفت ببخشید اشتباه هواپیمای ما ریختن. هستش اینا، شما برید سرچ کنید تو گوگل همه اخبارهای مربوط به این 6-7 سال گذشته در بی بی سی، رادیو فردا، همه اینا آرشیف شده. ایده برجام این بود که یک پایه استراتژیک ثبات در منطقه باشه. این رو جان کری گفت. خب ثبات که پیاده کردی، حتی برجام همچین چیزی نبود، برجام منطقه‌ای نبود. فکر کنم آقای پمپئو بهتون اشتباه به عرضتون رسوندن. برجام فقط در ارتباط با مسئله سلاح هسته‌ای بود. یعنی چیز متن برجام اینه. حالا این که روح برجام اینا، اونا رو من نمیدونم، اونا دیگه به خودشون. چیزی که یادداشت نشده، دنیای امروز دنیای نوشتنه. چیزی که در برجام نوشته شده فقط بحث هسته ایست. حالا این که بعد شما روح برجام اختراع کرد خانم موگرینی اینا اومد، اونا رو ببخشید برید واسه خودتون. چیزی یادداشت نشده که دنیای امروز قلمه. چیزی که امضا داده ایران فقط بحث هسته ای بوده، که البته غلط هم کردن جمهوری اسلامی اینا رو امضا دادن. حالا یه بحث دیگری است که ما درگیریمون باید به موقعش یک تصفیه حساب ملی با آقای ظریف و این تیم مذاکره کننده آقای عراقچی و اینا داشته باشیم. اونا بذارید به یک روزی ملت ایران بایستی اینا رو چارمیخ بکشن بالا که برای چی رفتن یه همچین قراردادی امضا کردن. ولی همونا فقط قرارداد برای چی بوده؟ هسته‌ای بوده. بعد خواستن برجام منطقه‌ای و موشکی، برجام 2-3 بود که به یاری اهورامزدا با مرگ هاشمی و با اومدن ترامپ رئیس شما همه چی به هم خورد. شما هم زدی کاسه کوزه تمام نقشه‌هایی که اروپا و جریانات گلوبالیستی کشیده بودن و بر هم ریختید. وقتی از این بابت هم ازتون ممنونیم. اظهار داشت که خاورمیانه با برجام بیشتر قابل مدیریت خواهد بود. این حرف جان کری بود. واقعا سوال کنید ببینید آیا امروز خاورمیانه بیشتر قابل مدیریت هست تا قبل از اینکه نه خاورمیانه خوب مدیریت داره میشه عزیزم. منتها هرست در اومده شما زیاد بازی نیستید تو خاورمیانه. چرا خوب مدیریت نمیشه؟ شما داعش و همه هم را انداختید. خاورمیانه با گارد جاویدان ایران سپاه پاسداران تا کور شود دشمنان سپاه پاسداران که نمیتونن ببینن. این گارد جاویدان هخامنشی است. هر کس نمیتونه اینا بفهمه واقعا بی سواد تاریخی است. دقیقاً داره سپاه پاسداران نقشه تاریخی خودش رو ایفا میکنه، ولو به اینکه خودش هم ندونه داره چی کار میکنه. خروجی کارش همون چیزیست که سردار سورنا در منطقه پیاده کرد. خروجی کارش همون کاریست که ارتش شاهنشاهی ساسانی در منطقه به وجود آوردن. منطقه ما که شما بهش میگید خاورمیانه، نام درستش حوزه تمدنی ایران بزرگه. ایران بزرگی که حقیقی است، یک ملت حقیقی هستیم. مثل شما توپ چلتیکه نیستیم که
در آن واحد انواع و اقسام نژادها به زور با وصل پینه فدرالیست به خودتون کشور میگی. ما ایرانی‌ها یک نژاد واحدیم عزیز دلم و حوزه تمدنی ایران بزرگه که حالا شما بهش میگید خاورمیانه داره مدیریت میشه، خوبم داره مدیریت میشه. شما خواستید یه خورده اونجا رو برهم بریزید، داعشی آبادید، ولی سر 6 سال دارین مدیریتش میکنه. دردت اینه که چرا شما مدیر نیستی؟ اینه دردت. اصلا کی گفته شما باید مدیر باشید؟ 10,000 کیلومتر اونورتر اومدی میخوای تو حوزه تمدنی ایران مدیر بشی؟ اینجا خاک ماست. به قول خامنه ای حرف درستی زد، خلیج فارس خانه ماست، عراق خانه ماست، اینجا منطقه ماست، ما بچه های اینجا هستیم. شمایید که برای اینجا نیستید. شما باید برید آقای مایک پمپئو و خواهید رفت. برجا منعقد بشه. آیا لبنان امروز برای حزب الله جای سختری برای زندگی شده تا قبلا؟ شما در مورد این داری درست میگی. حزب الله اولا که فقط بحث کمک ایران نیست، میگه که آیا الان لبنان جای سختری شده برای حزب الله؟ هیچ وقت نمیشه. میدونی چرا؟ چون مرد اصلا کاری به جمهوری اسلامی اینجا نداری. مردم لبنان به این بلوغ سیاسی رسیدن که بایستی از بازوی نظامی خودشون هر چقدرم که باشه اختلاف عقیدتی داشته باشن حمایت کنن. شما امروز اینو چه جوری میخواید جواب بدید که مردم مسیحی و سنی مذهب به حزب الله رأی دادن؟ اینو چی میخوای بگی واقعا؟ نه عزیزم، لبنانم شما شکست خورید، نه به خاطر پولهای جمهوری اسلامی به حزب الله، بلکه بابت بلوغ سیاسی مردم لبنان شما شکست خوردید. این بلوغ سیاسی مردم لبنانه که هر چقدرم که با شیعه اسلامی اونجا مشکل داشته باشن که منم دارم، که به این بلوغ رسیدم که از نیروهای نظامی باید حمایت کرد، سنی مذهبا و مسیحیانی که ذره ارزش برای شیعه قائل نیستن رفتن به حزب الله رأی دادن و این به شما فشار آورده آقای مایک پمپئو. روس حزب الله تا دندان مسلح شده توسط ایران و چشم حالا به اسرائیل دوخته. به خاطر ایران حزب الله الان تونسته قابلیت فعالیت میدانی در سوریه رو داشته باشه. تا کورش هر کس که نمیتونه ببینه. چطور حزب الله که مورد حمایت ایران هست میاد در سوریه بهتون فشار میاد؟ اون وقت حالا شما داعش رو که نمیای علنی قبول کنی، داعش رو نمیگم، اونی که خودت علنی قبول داری، به شما به چه مجوزی به جبهه نصرت کمک میکنی؟ بهشم میگی ارتش آزاد سوریه؟ به چه مجوزی؟ کدوم قانون بین الملل میگه شما بیاید به اپوزیسیون بشار اسد سلاح بدید؟ همونجوری که شما سلاح میدید از 10,000 کیلومتر ورتر، ما یه 2,000 کیلومتر این ورتر میایم به حزب الله سلاح میدیم که بیاد تو منطقه و از منافع حوزه تمدنی ایران بزرگ. حوزه تمدنی ایران بزرگ فقط متعلق به ایران مرکزی امروز نیست. حوزه تمدنی یعنی مردم عراق، مردم سوریه، مردم لبنان، همتواران ایرانی ما میان و اونجا این کارو میکنیم. حالا بهت فشار میاد، چطور برای شما اوکیه به ما میرسه بده؟ و تونسته هزاران جنگجو به حکومت جنایتکار اسد بفرسته تا هکتارها هکتار سرزمین های کشتار رو درست بکنن. تو رو خدا نکنه رئیس سازمان CIA که علنا بارها کورس بیابرویشون در مورد انواع و اقسام شکنجه‌هایی که پیاده کردن، انواع و اقسام ترورهایی که در سرتاسر دنیا انجام دادن، کورس بیابرویشون ریخته و بارها حتی دیگه کار به جایی رسیده، انواع و اقسام فیلم‌های هالیوودی در مورد همین CIA که چجوری میره در کشورهای دیگه ترور میکنه رو اومدن منتشر کردن. این داره به حکومت بشار اسد میگه جنایتکار. خیلی جالبه. مشکل شما پس آخ انقیانی داری میگه که آخ ما خیلی با جنایت و اینا مشکل داریم. فعالیت ایران باعث شده که نزدیک به 6 میلیون سوریه مجبور بشن که به آوارگی کشته بشن. خیلی جالبه. اولا که ایران رفت سوریه نجات داد که همه کشور از بین نره، ولی خب دیگه شما وقتی به داعش و جبهه نصرت علنا سلام میدی این اتفاق میفته. ولی شما دلت برای مردم سوریه سوخته؟ همون مردمی که آقای ترامپ گفت اینا حیوانن باید از کشور پناهجوهای سوریه بریزید بیرون راه ندید، همین پناهجوها رو ترور دارید میگه. الان شما وقتی که اومدی گفتی پناهجوهای سوریه نمیتونن وارد آمریکا بشن، خب این پناهجوها که عموما به قول شما مخالف بشار اسد، چرا شما راه ندادید که اینقدر انسان دوستید؟ شما حتی به واژه حیوان به اینا گفتید. حالا الان اینجا رسید 6 میلیون پناهجوی سوری، آخه دلتون سوخت و اینا. خیلی جالبه توی صحبتاشون دلسوزی، ولی علنا برمیگردن. اینا اینجوریان دیگه، اینا حتی میگم به مهرهای خودشون هیچ وقت در طول تاریخ رحم نکردن. میخواد یه آدم فقیدی باشه به مانند حسنی مبارک که انسان بسیار درستی بود،
میخواد بن علی باشه، میخواد صدام باشه، میخواد قذافی باشه. اینا به آدمای خودشون هم هیچ وقت رحم نکردن. خیلی از کسانی که رفتن تروریست هایی بودن که به اروپا رفتن و عملیات تروریستی انجام دادن. در عراق ایران کمک کرده به گروه های شبه نظامی عراقی. خب اگه ایران کمک نمیکرد به گروه های شبه نظامی عراق که ببخشید داعش اونجا همه رو قتل عام میکرد، که یادمون نمیره وقتی که موصل گرفتن چگونه چند هزار سرباز عراقی رو بردن لب دریا، تک به تک تیر میزنن تو کله اینا رو پرت میکنن تو آب. وحشتناک بود اون روزها. و شما اون موقع شرط گذاشتید برای دولت عراق، گفتی کمک میکنم به شرطی که دولت اون چیزی که ما میگیم انجام بده، اینایی که حامی ایرانن اینا بیان بیرون و فلان. ولی ایران بدون هیچ پیش شرطی، نه تنها به دولت عراق، حتی با دولت بارزانی که مشکلاش اینا رو آدم باید انسان باشه حقیقت رو بگه، هر چقدر هم میخواد مخالف سپاه پاسداران بشه، ولی همین سپاه پاسداران هیچ پیش شرطی نذاشت، فقط برای انسان دوستی حتی رفت به بارزانی کمک کرد. این حرف بارزانی خائن ها، اینو ما نمیگیم ها، حتی دولت بارزانی که نوکر شماست از شما کمک خواست و شما به بارزانی کمک نکردید، که بارزانی شبونه زنگ زد به سردار سلیمانی رفت کمک کرد و شما خواستی سردار سلیمانی رو بدوزی، که اونجا دیگه بالاخره چی شد؟ این آقای بارزانی عذاب وجدان گرفت و خبر کرد سردار سلیمانی رو. ولی شما برای همین مردم عراق پیش شرط گذاشتید که برید بهشون کمک کنید، در برابر جریانی که خودتون درست کرده بودید. ولی ما در ایران بخواد که روح آریایی همیشه در این سرزمین بوده، برای اینکه سرداران سپاه پاسداران هر چقدر خودشون رو مسلمان مرتجع بدونن، ولی روح آریایی دی ان ای شون رو میخوان چیکار کنن؟ به گفتار هی بگن ما مسلمونی، ما حسن و حسین. دی ان ای سرباز سپاه پاسداران رو میخوای چی کار بکنی؟ این دی ان ای آریایی است. برای همین بدون هیچ پیش شرطی به همتباران عراقیش رفت کمک کرد، بدون اینکه براشون بخواد کلاسی بذاره بگه آی شما این کارو بکنی به این شرط میاد. رفت و 6000 نزدیک 6000 جان باخته دادیم ما به خاطر عراق و سوریه، که این منطقه رو از دست دیو وحشتناک داعش نجات بدیم آقای پمپئو. بعد شما الان ناراحتی که ما شبه نظامیان عراق رو اومدیم سازماندهی کردیم، میخواستید چیکار بکنیم؟ پس وایسیم که داعشیایی که شما جوه خودتون گفتید، آقای ترامپتون گفته، فیلمش همین الان هم دارم، قبلا هم بارها پخش کردم، خودتون را انداختید مردم عراق رو تیکه پاره کنن. از ایف کرده نیروهای دولتی عراق رو و حاکمیت ملی عراق رو به خطر انداخته. همه اینها در تو حاکمیت ملی عراق رو به خطر انداخته. ببین کی صحبت از حاکمیت ملی میکنه؟ اون روزی که تو حمله کردی به صدام حسین، حاکمیت ملی عراق رو به خطر ننداختی؟ بی شرافت. زمان اجرای برجام یا حمایت ایران از حوثی ها در یمن. حوثی ها هم شد، میدونم فشارتون اینه، پس اینجا همه رو شکست خوردید. اینه که داره میگه لیست شکستای خودشون ها، یعنی گفت آقا ما تو لبنان شکست خوردیم، حزب الله اونجا عرض وضعش بهتره، تو سوریه یه جور شکست خوردیم، عراق هم گفت شبه نظامیاش ایران تونسته سازماندهی کنه، حالا رفت به یمن. حالا یمنی که واقعا متاسفانه ما نتونستیم به همتباران یمنیمون کمک کنیم، همه راه ها رو بستن، بازم میگن ایران ایران. بهتون خیلی فشار اومده، یک مش انسان پابرهنهی که هیچ وقت حساب نمی کردید شما اینا رو، اینها الان اونجا تونستن یه 3 سالی مقاومت کنن، پدرتون هم در بیارن. اون تنگه باب الممدبی که شما نفتاتون رو میبرید میارید و ناامن کنن، خیلی بهتون فشار اومده. کمک کرده به اینکه قحطی ایجاد بشه در یمن، همچنان سایه جنگ تروریسم. ببخشید قحطی رو ایران باعث شده؟ شما تمام بنادر یمن و شما و عربستان تمام بنادر یمن رو اومدید کشتی گذاشتید، نمیذارید هیچ کالایی رد و بدل بشه، حتی دارید با مدیکال تروریسم اونجا تروریسم دارویی به وجود میارید، بیوتروریسمی که اونجا، تروریسم کشاورزی که شما اونجا انجام دارید، قحطی رو شما به وجود آوردید، به ایران اجازه نمیدی. حتی ایران گفت آقا جان زیر نظر سازمان ملل، زیر نظر سازمان ملل من فقط برای این بدبختا خوراکی بفرستم، دارو بفرستم، سازمان ملل نگاه کنه. عربستان شما اجازه نداد، شما سکوت کردید، اون وقت ایران جا اونجا قحطی به وجود آورده؟ بابا حرام لقمه گری هم حدی داره، به خدا، به خدای ایران بی شرافتی حدی داره. من اصلا باورم نمیشه قحطی یمن رو داره میندازه گردن ایران. ای 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 ایران که گفت زیر سازمان نظر، اصلا سازمان ملل بیاد فقط کشتی ها رو نگاه کنه اول، من فقط برای این بدبخت دارو بفرستم.
شما نذاشید بنادر ببخش جزیره معیون تو دست شماست، تمام بنادر یمن در اون قسمت باب المندب و دریای سرخ و اینا دست شماست، ما اون وقت اونجا قحطی به وجود آوردیم. اصلا مثل که تمام مسئله بین المللی انقدر مسخره شده. یه مش ببخشید چارپام توی این اپوزیسیون پشت سر این مایک پمپئو میان بر سر یمن سنگینی بکنه. سپاه پاسداران همچنان به حوثی ها سلاح داده تا بتونن به عربستان و ریاض حمله بکنن. عزیز دلم شما که اصلا نذاشی دارو بره تمام منطقه رو داری. حوثی های یمن از اول عزیزم اصلا قبایل یمن خودتون قبلا این صحبت معروفی است، خود یکی از کارشناساتون حضور ذهن ندارم 7-8 سال پیش رفته بود یمن، اومد یه گزارشی داد که آقا به ازای هر یک یمنی 4 تا اسلحه تو قبایل یمن هست. اصلا یمنی جماعت با سلاح بوده دیگه، چون قبیله‌ای سیستمشون قبیله‌ایه. ما اگر بتونیم میدیم، نه اینکه شما باید بدیم، چرا نباید بدیم؟ مگه شما به تروریستای جبهه نصرت نمیدیم؟ ما به همتبارامون بتونیم کمک میکنیم، ولی نتونستیم شوربختانه. تمام جاها رو شما گرفتید تو اون بخش، دستمون نرسیده. برسه کمک میکنیم، چشتون هم در بیاد، اون وقت هم با افتخار میایم میگیم کمک کردیم. بتونن کشتیرانی رو در دریای قرمز به خطر رو بندازن. در افغانستان حمایت ایران از طالبان از طریق انتقال میگه در افغانستان حمایت ایران از طالبان، همون طالبانی که یادتونه 9 تا از دیپلمات‌های ما رو کش، یادتونه همین نزدیک 15 سال پیش اینا بود، اگر حضور ذهن داشته باشید 9 تا از دیپلمات‌های ایران اومدن کشتن طالبان. کیه که ندونه دیگه؟ حتی خانم هیلاری کلینتون تو کتاب خاطراتش هم اشاره میکنه کیه که ندونه به خاطر مبارزه در جنگ سرد آمریکا میخواست حال شوروی رو بگیره، اومد تندروترین افراد در افغانستان که مذهبی بودن به اسم طالبان آموزش داد و سازماندهی کرد. کیه ندونه که طالبان و آمریکا علیه شوروی درست کرد و ایران هم هر زمانی که اگه خواسته با برخی از جریانات افغانستان کار بکنه افراد بزرگی چون احمد شاه مسعود انتخاب کرده که افراد ملی بودن و اصلا اسلامی به اون شکل نبودن. بعد داره میگه که ایران داره کمک میکنه به طالبان، گنده خودشونو میخواد بندازه گردن ایران. واقعا اصلا جالبه، ایران مگه تعارف داره؟ ایران حزب الله لبنان رو درست کرده، سرش هم بالا میگیره میگه من درست کردم. ولی ببین شماها چقدر کثیفی، وقتی که یک جریانی رو درست میکنین مثل داعش و طالبان روتون نمیشه. ولی ما در ایران در کشورمون وقتی که حزب الله رو جمهوری اسلامی درست کرد سرش رو بالا کرد گفت من درست کردم، ولی تا طالبان رو درست میکنی مجبوری سرتو بندازی پایین، آخرام گندتو بگی مال کار کس دیگریه. این فرق بین ایران با شماست. حتی پادشاه فقید ما به درستی در مورد حوادث لبنان فهمیده که بود باید یک جریانی از شیعیان اونجا رو بتونه متحد کنه. برای همین آقای امام موسی صدر با کمک مالی محمد رضا شاه پهلوی میره لبنان. عزیزان اینا رو بدونید، میره اونجا که شیعیان لبنان رو بخواد جمع جور کنه، که چمرانم اونجا میره که هوای امام موسی صدر رو داشته باشه. حتی پادشاه فقید هم به درستی این قضیه رو درک کرده بود. حالا جالبه طالبان هم پس برای ما شد. خب دیگه چی؟ خودش یک نقض دیگه از برجام بوده و باعث به عقب افتادن پروژه صلح در افغانستان شده. امروز سپاه قدس ایران به طور مخفیانه در داخل اروپا عملیات مخفیانه ترور انجام میده. عجب دیگه، این همه ببخشید در دهه 70 قبول دارم ایران یک سری عملیات علی اپوزیسیون انجام داد که انقدر سرسره شد دیگه به غلط کردن افتاد، دیگه جمهوری اسلامی از این کارا نکرد. الان برای چی باید جمهوری اسلامی عملیات ترور انجام بده؟ آقا یکی اینا پریز بکشه تمام عملیات ترور که معلوم شد مال داعش و داعش هم که دست پرورده شماست، که اصلا آدم نمیدونه چیه وقاحت یعنی علنی. من فکر میکردم اپوزیسیون ایران خیلی در به داغونن، نگو این سیاست مداره آمریکا هم خیلی در به داغونن در حوزه اندیشه و تو در حوزه بحثای سیاسی. من الان این مایک پمپئو رو میبینم انگار دارم با یک دونه از این چهارپایه حامی رضا دیبا یا مجاهد خلق دارم بحث میکنم یا برنامه اونا رو دارم تحلیل میکنم. وحشتناک عزیزان، فراموش نکنید که در طول اجرای برجام آمریکا همچنان ایران همچنان آمریکایی هایی رو به گروگان گرفته. سیامک نمازی، باب لبنسن که نزدیک به 11 سال هست. عزیزم خود جاسوس نفرس عزیز دلم، سلام مفقوده. مردم آمریکا باید بدونند که ما داریم به شدت تلاش میکنیم تا هر آمریکایی که
به ناحق در ایران دستگیر شده رو به خونه برگردونیم. این فهرست ادامه داره. ایران همچنان در تو کلی ایرانی هم تو آمریکا الان زندانن ها. اینا هم بیا میگن شما نیروهای ما رو گرفتی، الان کلی ایرانی به مانند همین نامش چی بود جدیدن گرفتن تو همین بحث رضا زراب و اینا، اینا هم ایرانی هن دیگه، شما الان دستگیرشون کردید و اینا چی پس اجرای همین اتازه اینا نه فقط الان بیچاره عرفان قانیفر، تازه اینکه خیلی جام با شما کار کرده، اینم که الان تو زندانتونه. اجام بزرگترین حامی تروریست در جهان بوده. ایران همچنان به اعضای القاعده از زمان حملات 11 سپتامبر یک معوا داده، اجازه ندید که اونها به چنگال عدالت بیفتن. القاعده هم که خودتون پیاده کرده بودید که رهبران ارشد القاعده در تهران سکونت دارن. در تهران سکونت ندارن، فقط در یک مقطعی القاعده که با شما جنگ داشت، ایران و القاعده یک نشستی داشت، گفت آقا جان ما بی‌طرفی، ما را کاری با ما نداشته باش، تو کشور من بمب‌گذاری اینا نکن، تو مشکلت با آمریکاست، فقط چند بار بهشون اجازه داد از ایران رد شن، فقط همین. برای چی ما بخشی بعد میومدیم با جریانی که شما ساختید ما علکی درگیر شیم؟ شما ساختید، حالا افتاده بود به جون خودتون. ایران هم زرنگی کرد، حتی اجازه نداد القاعده تو ایران زندگی کنه، فقط چند باریه که خواستن از ایران رد شن، اونم یک دو سه مرتبه گفت میتونی رد شی به شرطی که عملیات تروریستی تو خاک من انجام ندید، همین. بعدش ایران که دید القاعده میخواد از خود مردم ایران به ویژه بخشای بلوچستان و کردستان نیرو بگیره، که شوربختانه همین القاعده قبل از همین بحثای داعش و اینا در کردستان ایران خیلی نیرو جذب کرد، در اونجا دیگه ایران احساس خطر کرد، القاعده رو درب داغون کرد. کلی شما همه بچهای زندانی میدونن، کلی ما الان زندانی القاعده ای کرد و بلوچ داریم توی زندانهای جمهوری اسلامی. عزیزم امروز ما از مردم ایران این سوال رو میکنیم، آیا این اون چیزیست که شما میخواین؟ هم میخواین کشور شما اینجوری شناخته بشه؟ ببخشید تو الان مردم ایران پرسیدی؟ شما مگه براتون نظر مردم ایران مهمه؟ اگه مهم بود که شما نمیمدید توطئه کنی علی شاه، بعد تو الان دغدغت یعنی شد مردم ایران یا هژمونی ایران تو منطقه؟ که کشور شما در کنار حماس، حزب الله، القاعده مشغول دسیسه چینی باشه؟ ایالات متحده القاعده که مال شماست، معتقده که شما حقتون بیشتر از این هاست. من یک نکته دیگه دارم که فهمیدی چی شد؟ این آقای CIA عاشق چشم ابرو عزیزان در ایرانه. البته چهارپای حامی رضا پهلوی و مریم رجبی میتونن حرفا اینو بپذیرن، ولی مردم اینو دقت کنن، یک کسی که در سازمان CIA رئیس بوده، شکمش بعد چهار نفر میخواد که شکمش رو حرکت بدن، شکمش اندازه 4-5 تا انسان ایرانی هست، بعد که به خاطر همون تحریم های اقتصادی که ایشون انجام داده در الان دلسوز مردم ایران شده، میگه شما لیاقتتون بیشتر از این هست، حالا بعد چیکار کنیم فاحشه بشیم؟ یعنی چی؟ یعنی بیا همه عزتتو بفروش، شرفتو بفروش، تمام این قدرت نظامی که لازمه کشورت تو اون شرط حساس منطقه، همه اینا رو تحویل بده تا من بری یه لقمه نون بدم تا زندگی خوب داشته باشی، یه چهار سباه عمری یه زندگی با ذلت داشته باشی. ولی نمیدونه که روح آریا، وقتی ما میگیم ایرانی هستیم، ایر هستیم، یعنی آزاده ایم، و روح ایرها مرگ با عزت رو به زندگی با ذلت ترجیح میده. اینو آقای مایک پمپئو نمیدونه، حقم داره. میدونه چرا نمیدونه؟ چون اینها نژادهای اصیل که نیستن، اینا یکی در میون بچهای پدر مادرشون نیستن، در آن واحد چند تا مامان دارن، چند تا بابا دارن، برای همین دی ان ای هاشون دیگه به ایشون نمیگه که آقا جان ایر جماعت حاضر مرگ با عزت داشته باشه، زندگی با ذلت نداشته باشه. برای همینه که میاد به ملت ایران یک پیشنهاد بی شرمانه میده، آخ ما دلمون براتون میسوزه اینا، بیا یه دونه به لقمه نون بدم بجاش تن تو، تمام چیز تو، عزت تو، همه وطن تو بفروش. و شوربختانه چون یک بخشی از این ایرانیای ناخالص که اونا هم باید بریم نگاه کنیم، چون به قول فردوسی تو اینجور مباحث میگه که وقتی کسی اینطوریه باید برید، اگر راز با مادر است، اینایی که حامی رضا دیبا هستن حمایت میکنن از اینا، راز با مادرشونه. یک تعدادی مجاهد و رضا طلب دور خودشون اینا دیدن، فکر میکنن ملت ایران همه اینجوری هن. مردم ایران میخوان بهش فکر بکنن. اینجا در غرب روحانی و ظریف معمولا جدا میشن از
جداشون میکنن از رفتار تروریستی ایران در منطقه، یه جوری حساب اونها رو جدا میکنن. در غرب فکر میکنن که خب اگه روحانی میتونن، روحانی و ظریف که آدمای خودتونن، هر دو تا گرین کارتی ان، خب درست کارشون رو انجام بدن، بنابراین دیگه قاسم سلیمانی دیگه نمیتونه کارا رو انجام بده. اما فراموش نکنین روحانی و ظریف رو شما انتخاب کردین، آیا اونها بیشتر از همه مسئول دشواری های اقتصادی شما نیستن؟ آیا روحانی ظریف مسئول از بین رفتن جان احمق دیگر نظر استراتژیک آدمای خودشون هم زد؟ واقعا این جریان خوب دارن گن میزنن به تمام نقشه هایی که گلوبالیستا کشیده بودن. باور کنید افراد مثل پمپئو و ترامپ بزرگترین حامیان ما هستن ناخواسته، نتیجه کارشون به نفع ما تموم میشه. آدمایی که سالها پرورش داده بود جریان گلوبالیستی که با مذاکره تمام عزت ایرانو بفروشه داره میزنه. واقعا نظر سیاسی اینا گفتم بهتون، دارم صحبت های اینا تحلیل میکنم، اینقدر دارم صحبت های یکی دوتا از این عقب افتاده هامون رو تو اپوزیسیون تحلیل میکنم، اینقدر بی سواد و احمق. چجوری تو رئیس سازمان CIA بودی؟ واقعا انسان ها نمیشن به خاطر اتفاقی در خاورمیانه افتاده، برای اینکه اونها به جای کمک کردن به شهروندان خودشون سعی میکنن نفوذی ایجاد بکنن، دایره نفوذی که تا مدیترانه امتداد داشته باشه، تا بتونن سلاح‌های خودشون رو تا مرز اسرائیل انتقال بدن. در ماهای دردشون اینا اسرائیل گذشته، نگران سگشونن، سگ دست آموزشونن تو منطقه. سپاه پاسداران موشک به طرف بلندی‌های جولان شلیک بک کرده. متحد ما مسلما در واکنش برای دفاع از خودش اقدام کرده و ما هم از تلاش اسرائیل برای دفاع از خودش حمایت میکنیم. بنابراین خب ما هم از حزب الله که چیزی از خودش دفاع میکنه حمایت میکنیم. چیزی که عوض داره گله نداره که آقای پمپئو تصور که برجام کمک میکنه به ثبات خاورمیانه تصور اشتباهی بود، قمار اشتباهی بود، هم برای دنیا هم برای خاورمیانه هم برای آمریکا. این روشن هستش که برجام جلوی بلند پروازی هسته ایران رو نگرفته، جلوی تلاش ایران رو برای تسلط بر منطقه نگرفته. تسلط در منطقه خوشم میاد. این با اینو به اون عقب افتاده اپوزیسیون بگو که میگن ایران تو منطقه تسلط نداره. شما یه لحظه فکر کنید اگه مردم منطقه پشتیبان سپاه پاسداران نبودن، واقعا میتونستیم این تسلط رو داشته باشیم؟ داره اعتراف میکنه به شکستشون دیگه. این تازه نقطه شروع تلاش ایران و پیشرویش رو به جلو در منطقه بوده. بنابراین راه پیش روی ما چیست؟ تعهد ایالات متحده اون گونه که پرزیدنت ترامپ گفت ادامه داره و حالا ما این تعهدات خودمون رو ورای برجام بهش پایبند خواهیم بود. ما در کنار متحدهای خودمون کار خواهیم کرد تا جلوی تلاش‌های ایران برای تضعیف نفوذ خودش در منطقه و توسعه سلاح‌هایی که جلوی صلح و ثبات رو می‌گیرند رو بگیریم. ما تلاش خواهیم کرد تا تصمیم بکنیم ایران هیچ راهی برای دسترسی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه، نه الان نه هرگز. این دقیقا این چیزی بود که در سال 48 به پادشاه فقید هم فشار می آوردن. بحثش این نیست جمهوری، داره میگه ایران. اون عقب افتادهایی هم که میگن اینا با جمهوری اسلامی مشکل دارن گوش کنن، داره میگه ایران. ایران هیچ راهی برای دسترسی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه. هیچ وقت اتفاقا من کمتر دیدم سیاستمدارای آمریکا که صحبت میکنن میگن جمهوری اسلامی حق اینو نداشته باشه سلاح. حتی وقتی که رضا دیبا رو در نشست دالاس بردن در سال 2014، هستش ویدیوشو من قبلا مصاحبه که داشتم با جیسون جورجانی قشنگ کامل تحلیل کردیم، بعد از اونم چند باری تحلیل کردیم. رسما به رضا دیبا میگه آقا چه تضمینی وجود داره که تو فردا حکومت گرفتی سلاح هسته‌ای نداشته باشید؟ همین تضمین رو از مریم رجبی گرفتن. در منشور 10 ماده‌ای سازمان مجاهدین خلق، خانم مریم رجبی بکنم ماده 8 یا ماده 9 باشه، میاد رسما اعلام میکنه میگه ایران آینده بدون سلاح هسته‌ای و سلاح‌های مثلا کشتار جمعی و تمام موشک و ایناست، همه رو از الان امضا رو داده این اپوزیسیون خواهد. یعنی به این پیش شرط که آقا جون شما یک شیر بیدندون ما میخواییم حکومت ایران باشه، ایران کلن یک شیر بیدندون باشه که ما حق غلطی بدخواستیم بیاییم بکنیم تو اونجا، منابع ایران رو بتونیم غارت کنیم و این شیر بیدندون نتونه از این منابع محافظت کنه، ما یه همچین حکومتی رو میخواییم. یعنی بحث هسته‌ایش فقط مشکلش با جمهوری اسلامی نیست، اینم خیلی دقت کنید. حتی با شاه هم این مشکلات بود، اصلا NPT مجبور کرد شاه که از سال 48 شاه رفت امضا کرد، فشارهایی که به شاه میآوردن که یک مش عقب افتاده آخوندم اون موقع
همینایی که جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن فتوا صادر کردن علیه شاه که آی سلاح هسته‌ای حرامه، اینام خیانت‌هایی است که همین جمهوری اسلامی در زمان شاه به مملکت ما کرد، حالا داره سر خودش و کشورمون میاد. و اپوزیسیون خائنم همه‌شون این خیانت رو کردن و از الان پیش‌فرض گفتن اصلا تازه حالا دمش کم باز مریم رجبی نگفت مثلا اسلحه اینا، مثلا صحبت نکرد اسلحه اینا رو هم می‌ذاریم کنار. رضا دیما قول داد فشنگ هم نمی‌سازیم توی نشست دالاسش در سال 2014. یعنی اون دیگه چقدر، یعنی بی‌شرف‌تر از مریم رجبی همین رضاست که سرنوشت پدر خودش هم براش درس عبرت نمیشه. واقعا آدمای کثیفی هستند. نه الان نه هرگز. بعد از خروج ما از برجام پرزیدنت ترامپ از من خواسته که ما به این هفته در مورد ایران دست پیدا بکنیم. ما در چندین جبهه سعی خواهیم کرد که به این اهداف برسیم. اول از همه ما فشار بی‌سابقه این منشور 12 خواسته است که امروز آقای مایک پمپئو گفت از اینجا به بعد خیلی مهمه. ببینیم این 12 مورد چیه. اولیش قیه مالی رو بر حکومت ایران وارد خواهیم کرد. اولی از فشار مالی است. تا اینجا که میگه وضع مردم ایران بد اینا، گفت ما فشار مالی رو به حکومت ایران وارد میکنیم، ولی کیه که ندونه این فشارهای مالی همیشه بر دوش مردم بوده. چرا دارن این کارو میکنن؟ همون کاری که با شاه هم کردن. فشار مالی در چند مرحله به شاه آوردن که بعد داستان بوی گندم و فلان و اینا که بارها گفتم تکراریه. فشار مالی میارن تا مردم در فشار مالی شورش کنن که اینا از وسط این شورش بتونن ماهی خودشونو بگیرن. یعنی این شورشی که مردمیان این شورش و حسابش و صندوقش رو بذارن در جای دیگه بریزن تو صندوق اهداف و منافع آمریکا. این یکی از مسائل. رهبران ایران نمیخوان شک داشته باشن که ما چقدر جدی هستیم. کارا باید جدی باید جدی باش، هیچ غلطی نمیتونی بکنی. فشار اومده دیگه به خاطر همکاران تلاش همکاران ما در وزارت خزانه داری تحریم های جدید برمیگردن. تحریم های جدیدی رو وضع خواهیم کرد. ما بانک مرکزی رو تحریم کردیم و دیگر نهادهایی رو که به سپاه پاسداران و سپاه قدس پول میدادن، همون نهادهایی که به حزب الله و دیگر سازمانهای تروریستی کمک میکردن. حکومت ایران باید بدونه که از شروع کاره فشار تحریم ها بسیار برای حکومت ایران دردآور خواهد بود اگه حکومت رفتارش رو عوض نکنه. ببین میگه اگر رفتارش رو عوض نکنه. تمام دعوا اینه که جمهوری اسلامی رو به راه بیارن، یعنی اون عقب افتاده که در اپوزیسیون اگر... فکر میکنن که اینها دشمنیشون خونیه. نه، تنها دشمنیشون اینه که ببین به شاه دو سه تا فشار آوردن، شاه فورا کوتا اومد، ولی بعد دیگه به شاه اطمینان نکردن، گفتن بذار کلا براندازش کنیم. جمهوری اسلامی نه، اول میخوان کوتاه بیاد، یعنی تمام دعواشون اینه که آقا کوتاه بیا خر خودمون شد، تمام بحثشون اینه از این مسیر کنار نره. مسیری که انقدر مسیر چی؟ مسیر این که ما اومدیم دوباره حوزه تمدنی خودمونو داریم احیا میکنیم، میگه از این مسیر باید بره کنار، همه چی رو بده که آقایون بیان راحت به چاپن نفت منطقه رو ببرن. که به وجود آورده این بزرگترین تحریم های خواهد بود که در طول تاریخ اعمال شده. حکومت ایران سال هاست در خاورمیانه داره فعالیت میکنه. به خدا ایران قسم اگر ما برگردیم به کالای ایرانی، اگر این جاسوسای محیط زیستی رو کامل بگیریم، این مسئله خوش شدن دریاچه‌هامون که هدفمند از سوی صهیونیستا و جاسوسانشون در چارچوب محیط زیستی داشتش تو این سالها انجام میشد و شوربختانه خیلی ها نمیدونستن. الان یک سالیه که خیلی از افراد در سازمان‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران فهمیدن این مسئله رو بتونیم بفهمیم. کارهای بیولوژیکی که اینا دارن در چارچوب بیوتروریسم انجام میدن در مورد برنجمون به ویژه، اینها رو بتونیم حل بکنیم. یه کوچولو بتونیم آب کشورمون و منابع آبیمون رو احیا بکنیم از طریق اینکه حالا از دریای عمان بتونیم آب بیاریم یا بتونیم ابرای بارانزا درست بکنیم. به هیچ جا ما نیاز نداریم. به قول سردار حاجی زاده تمام دور تا دور ایران هم که اینا بخوان آجر بزنن، سیم خاردار بزنن که اصلا نتونیم بریم بیایم، نه وارد بتونیم بکنیم نه صادر. به خدای ایران قسم اگر ما منابع آبی مون حواسمون باشه جاسوسان محیط زیستی نیان منابع آبی ما رو از بین ببرن، خودمون میکاریم، خودمون میخوریم، به پول خارجی هم نیاز نداریم، با پول خودمون هم کار میکنیم. اون کشور ظرفیت های بالایی داره، منتها در 100 سال اعتماد به نفس از ایرانیا گرفتن که ایرانیا همیشه فکر میکنن مرغ همسایه قاضی. به خدا حداقل در مورد همین البسه لباس پوشاک که من کارم بوده
به مراتب پوشاکی که در ایران تهیه میشه از پوشاکهایی که من در سوئد، در انگلیس، در ایتالیا، در هلند، در هر جا در آلمان خریدم، به خدا پوشاکامون که خیلی بهتره. فقط اعتماد به نفس از این جامعه گرفتن. در این زمینه اگر ما حواسمون باشه حمایت کنیم از کالای داخلی و مسئله کشاورزی و خودکفایی کشاورزیمون رو بتونیم احیا کنیم، منابع آبیمون رو بتونیم نجات بدیم، ابرهای بارانزا بتونیم تولید بکنیم، ببین به چه غلط کردن اینا میافتن. به هیچ جای دنیا ما اون وقت نیاز نداریم. حتی تا 300 میلیون هم میتونیم جمعیت داشته باشیم، الان که 80 میلیونیم. حتی تا 300 میلیون اگر مدیریت درست بکنیم مسائل کشاورزیمون و مسائل زیستبوممون رو بتونیم مدیریت درست بکنیم، تا 300 میلیون ما میتونیم جمعیت داشته باشیم. اون وقت ببین چه پدری از اینا در میاد. اما وقتی تحریم های ما به مورد اجرا گذاشته بشن، رهبران ایران به شدت تلاش خواهند کرد که اقتصاد خودشون رو زنده نگه دارد. این گزینه به در روبرو را قرار خواهد گرفت که آیا اقتصاد خودشون رو نجات خواهند داد یا دوباره ماجراجویی در منطقه خواهند بود. داشتی؟ گفت ما با فشار اقتصادی، مورد اوله، با فشار اقتصادی حکومت به اینجا میاریم که اقتصاد خودش رو نگه داره یا دنبال ماجراجویی بره. حالا ماجراجویی اینا میگن، تعبیر میکنن، یعنی عزتمون، یعنی هژمونیمون تو منطقه، یعنی این که چیزی که حقمونه، خود کشورهای منطقه هم از لبنان و سوریه و عراق و حتی یمن بگیری، ایران رو به عنوان پلر معنوی خودشون میدونن، چون همواره ما پدر معنوی این بخش ها بودیم. میگه یا این عزت ملیش رو نگهداره یا اقتصادش ها. یعنی ما اینقدر بهش فشار اقتصادی میاریم که مجبور شه حکومت سر اقتصاد کوتاه بیاد، تمام عزت ملی این مملکت رو بفروشه به مانند روحانی خائن. ایران امکان رسیدن به هر دو کار رو نداره. دوم از همه، من در کنار وزارت دفاع کار خواهم کرد تا جلوی تجاوزگری ایران رو بگیریم. تجاوزگری ایران عزیزم، در عرف بین المللی که شما دارید و ما زیاد این بین المللی که شما خودتون واسه خودتون ساختید و ما قبولش نداری، حداقل چیزی که خودتون ساختید رو قبول داشته باش دیگه. در عرفی که شما در بین الملل اومدی تعریف کردی در سازمان ملل که ما هم نقشی نداشتیم توش، که منم زیاد باش همراه نیستم، همون دموکراسی خودت، همون قوانین بین المللی خودت، تجاوز به چیزی میگن که شما کشوری یک حکومت داشته باشه بری بر پایتخت اون کشور بمب بریزی واسه خودت به هر بهانه ای، به مانند همین کاری که چند وقت پیش، همین دو هفته پیش با سوریه کردی، واسه خود بلند شدی رفتی دمشق و بمباران کردی. به این میگن تجاوز. اما در همون عرف بین المللی که شما نوشتید ما هم زیاد قبولش نداریم، میگه که اگر یک دولتی از یک کشور دیگه بخواد کمک کنه تا شورشیان کشور خودش رو سرکوب کنه، این بهش تجاوز نمیگن. یعنی حضور نظامی ایران در سوریه برعکس حضور نظامی شما در سوریه یک حضور قانونی است در عرف بین المللی که شما نویسنده شید و ما نیستیم، و حضور شما در سوریه بهش میگن تجاوز، تو چیزی که خودتون تعریف میکنید، حتی حرفای خودشون هم فراموش میکنن. ما تلاش خواهیم کرد تا و تضمین خواهیم کرد که آزادی کشورین در منطقه تضمین بشه. اجازه نخواهیم داد ایران دست به اقدامات سوء سایبری در منطقه بزنه. ما تعقیب خواهیم کرد ماموران ایران و ماموران اونها در حزب الله لبنان رو. حق غلط من تا حالا نمی‌کردی. برو حق غلطی می‌خوای بکنی. تا حالا نمی‌کردی. تو الان عاشق چشم ابرو حزب الله و سپاه بودی. شما داری 40 سال از این غلطو می‌کنی. 40 سال ما رو تحت فشار مالی گذاشتی. ما 40 سال با تحریم رسیدیم اینجا. و نابود با اگه تحریم نبودیم که الان ببخشید امپراتوری هخامنشی که سالها بود راه افتاده بود. خواهیم کرد این ماموران رو نابود میکنیم، این ماموران رو، یعنی ترورشون میکنیم. گوش کن تروریست ها، تعقیب خواهیم کرد ماموران ایران و ماموران اونها در حزب الله لبنان رو، و نابود خواهیم کرد این ماموران رو، یعنی ترورشون میکنیم. اعتراف به امر تروریستی وزیر امور خارجه آمریکا. یک بار شما دیدید تندروترین افراد در همین حکومت ما بگه ما ماموران آمریکا رو تو منطقه نابود میکنیم؟ حتی خامنه ای و سرداران سپاه همواره میگن که ما ماموران آمریکا رو کاری میکنیم که به خانه خودشون بازگردن، نمیگه نابود میکنیم. در حالی که اگر ایران ماموران آمریکا رو تو منطقه نابودم بکنه، حقشه، بخاطر که اونا توی حوزه تمدنی ما تجاوز کردن. ولی همواره خامنه ای و سپاه پاسداران میگن که شما باید برگردید به خانه خودتون، ولی این مرتیکه اومده تو حوزه تمدنی کشور ما و میگه ما ماموران ایران رو تو منطقه ای که مال خودمونه
ما چیز میکنیم، نابودشون میکنیم، ترورشون میکنیم، حکومت تروریستی دیگه، تو تروریستی، خودت داری میگی. بعد سازمان CIA چیزی جز امر تروریستی نیست، بخش گسترده ای از کارهای سازمان CIA، حالا بعد جز اون بخشایی که جمع‌آوری اطلاعات اینا، بخشش کار عملیاتی است و شما عملیات های تروریستی که در دنیا انجام دادی قشنگ روشنه و الان خودت هم دوباره اعتراف کردی. ایران دیگه هرگز چک سفید نخواهد داشت که بتونه خاورمیانه رو زیر سلطه خودش قرار بده. مرتی که مگه تا حالا چک سفید داشت سپاه پاسدارا؟ یعنی شما تا الان داری اعتراف میکنی به ایران چک سفید دادی، حالا از این به بعد نمیخوای بدی؟ نه بابا عزیز دلم، توی عراق بودی دیگه، دیدی زورت نمیرسه، مجبور شدی هزینه‌هایی که گذاشتی اینا، همین ترامپ هم با همه، چون آدم تاجری، دید تو سوریه هم فایده نداره، خاص بره. حالا جریان گلوبالیستی و محمد بن سلمان اینا اومدن التماس کردن ترامپ، گفت پول مبارزه جنگو بدید ما وای میسیم. شما تو منطقه دیدید وضعیتتون خوب نیست از نظر مالی، دلار هم داره سقوط میکنه، دومتو گذاشتی رو کولت رفتی دیگه. مردم منطقه هم ایران رو به عنوان پدر معنوی خودشون میبینن، برای همین ایران تونست بیاد اونجا رو دوباره احیا کنه. حالا میگه دیگه چک سپید ایران نداره که بخواد تو منطقه جولان بده. مگه تا الان تو به ما چک سپید داده بودی؟ هکی تالا آمریکایی‌ها به سپاه پاسداران چک سپید دادن بده، یعنی میخواد یه جورایی باز خودشون رو احیا کنه. نه عزیزم، تو چک سپید ندادی، ما هم تونستیم با توجه به این همه تلاشی که پولی که تو خرج کردی تو منطقه ما نفوذ پیدا کنیم. حالا الان میخوای دیگه زای نشی، میخوای بگی آره یه چک سپید دادی؟ نه عزیزم ندادی. تو پرزیدنت ترامپ گفت که اگر ایران دوباره دنبال سلاح هسته‌ای بره، مشکلاتشون مضاعف خواهد شد، بیشتر از مشکلاتی که در هر زمان داشتن. پرزیدنت ترامپ غلط کرد. سوم، ما همچنان پرچمدار مردم ایران خواهیم شد. همون مردمی که الان اجازه نمیده به کشورش برن، همون مردم. ببینید اصلا اینه که ولش که ما الان تو سوئد، یک دوستانمون پدرش هم برای ساواک بوده 35 ساله، این اصلا پاشو به ایران نذاشته. 100% از اون آدمایی که کامل دشمن جمهوری اسلامیه، کامل. دخترش قبل از این داستان ترامپ رفته توی لس آنجلس داره درس میخونه تو دانشگاه. دخترش براش گفتش که دعوتنامه فرستاد که ایشون بره، 30 ساله، ایشون شهروند سوئده، پدرش هم در ساواک بوده، خودش هم 100% من دشمن جمهوری اسلامی، 30 ساله، پاشم به ایران نذاشته. این بنده خدا خواست بره آمریکا، نذاشتن بره، چند بار درخواست داده نذاشتن بره دخترش رو ببینه. این مردم، اگه شما خود مردم ایران رو باید یه تعریفی داشته باشی، پرچم داره مردم ایران، این آقا رو چرا نذاشتی بره؟ پرچم داره مردم ایران، مردمی که حتی ضد جمهوری اسلامی هستن هم شما نذاشتید، پدرشون رو در آوردید با این قوانین جدیدتون. بعد تو شدی پرچم داره مردم ایران، از کدوم مردم صحبت میکنی؟ من نمیدونم. حکومت ایران باید از حقوق بشر مردم ایران حفاظت بکنه. ما از شرکای بین‌المللی خودمون خواستیم که هم صدا بشن با ما تا محکوم بکنیم رفتار ایران رو با شهروندان خودش. شما اول محکوم کن شهروندان خودتونه که رفتاره خیلی بدی که پلیستون با شهروندان خودتون داره. شما بیا یه خورده در مورد مشکلات اسلحه‌تون داشته باش. ما تا الان تو کشورمون اینقدر به ما میگی عقب افتاده، چه میدونم مسلمون اینجوری فلا، همین کشور ما در تاریخش یک بار اتفاق نیفتاده یک محصل بلندشه یه تفنگ برداره بره تو مدرسه شاگردا رو بکشه، همکلاسی خودش رو بکشه. ولی شما در کشورتون سالی 7-8 مورد حداقل ما داریم که یک جوان 15-16 ساله میره تو مدرسه همه رو به رگبار میبنده. شما اول به مشکلات حقوق بشری داخل خودتون رسیدگی بکن. شما خودتون اعتراف کردید که نصف بیشتر ماموران CIA در شکنجه‌های سیستماتیک شرکت داشتن در آمریکا. شما به همین مسئله نقض حقوق بشر کشور خودت یه رسیدگی کن. زندان‌های شما تو آمریکا چه خبر عزیزم؟ زندان‌های شما در آمریکا، خودتونم حتی فیلماشو می‌سازید، خیلی جا مسائلش بیرون میاد، چه نقض حقوق بشری در زندان‌های شما به وجود داره میاد. شما اول در مورد حقوق بشر آمریکا یه خورده توضیح بده، بعد برس به ایران. اعتراضاتی که یه بار جالب بود، یکیشون گفته بود ایران نباید اعدام داشته باشه، بعد بابا نصف ایالت‌های خودتون اعدام اجرا میشه. ماه گذشته در ایران صورت گرفت، نشون میده که مردم ایران به شدت از دولت خودشون و ناکارآمدی این دولت ناخشنود هستن. اقتصاد ایران داره میجنگه به خاطر تصمیمات اشتباهی که دولت ایران انجام داده. تصمیمات اشتباه یا ایستادگی.
تصمیمات اشتباه یا مقاومتی که ایران انجام داده. برای همین شما به اقتصاد ما با زورگویی فشار آوردی، زورت میرسه داری زور میگی، ولی کور خوندی چون ما ایر هستیم. نگاه نکن این مملکت الان روکشش مسلمون شیعه حزب اللهی آخونده، زیر این پوست نازک شیعه یک بافت زخیم ایری هستش، بافت زخیم آریایی هستش. جلوتون برای همین وایساده، برای همون بافت زخیم، برای اون دی ان ای که میده دیگه. اطلاعات نیاکان ما روی دی ان ای ما هک شده و این اطلاعات به درستی از نیاکانمون رسیده که امروز فرزندان بابک خرمدین متولد شدن و شدن حالا سردار سلیمانی، سردار حاجی زاده و اینها. جلو زورگویی شما وایسادن، اینو بگو. هر روز در ایران اعتصاب داره میشه، پول داره به عقب میفته و ارزش ریال داره سقوط میکنه، بیکاری در بین جوانان ایران 25%. خیلی جالب، علنی هم داره میگه مصبه، داره میگه ما این کارو میکنیم، اگه کوتا نیای ریالت هی ارزشش میاد پایینتر. وقاحت رو داشته باش. صد هست سوء مدیریت دولتی، سوء مدیریت منابع طبیعی در ایران باعث قحط‌سالی و بحران‌های دیگه زیست محیطی شده. ببینید تمام این مشکلات به خاطر فساد زیاد در ایران دو چندان شده. مردم ایران هم اینو میفهمن. زمستان گذشته اعتراض‌هایی در ایران انجام شد که نشون داد مردم فهمیدن اون چه که حکومت برای خودش نگه می‌داره از جیب مردم ایران می‌دزده. این رژیمی هستش حرفای پاپولیستی که صدها میلیون دلار رو صرف حمایت از تروریست ها و فعالیت های شپرزان منطقه میکنه، در حالی که مردم فقط دنبال یک زندگی ساده. صدها میلیون دلار چه خبرته؟ البته درست میگه چون نزدیک 13 میلیارد دلار ما در این حوزه خرج میکنیم، اما شما 700 میلیارد دلار داری خرج میکنی. ما با یک صدم در هزینه که شما تو منطقه برای نابودی منطقه خرج کردی، ما با یک صدم اون جلوتون وایسادی. عزیزم شما این همه کارتون خواب داری، 700 میلیارد دلار خیلی خرج میکنی. شکستم خوردی والا. باز اگه ما 13 میلیارد دلار تو منطقه خرج کردیم پیروز شدیم. شما 70 میلیارد دلار خرج کردی تو منطقه، دست از پا درازتری فعلا. فرصت هستن، دنبال شغل و آزادی هستن. واکنش بنده خدا وقتی دلش برای مردم ایران میسوزه اون چشاشو نگاه کن، اشک تو چشاش جمع شده. آخه حکومت ایران به اعتراضات فقط خب ما تو اینستاگرام قد شده که چقدر حکومت ترسیده. هزاران نفر خودسرانه به زندان انداخته شدن، ده ها نفر کشته شدن. نگاه بکن اعتراضات علیه حجاب اجباری نشون میده که چقدر ماموران حکومت وحشت کردن از زنانی که فقط دنبال احقاق حقوقش. ببین چجوری از مشکلات داخلی ما سوء استفاده میکنه. حالا مشکلات داخلی خودشون ما زیر ذره بین ببریم، بمانند همین اسلحه که شاگردا خودشونو میزنن، خوبه؟ و جمهوری اسلامی اینجا حماقتش چی بود؟ عزیز دلم شما به جای که برید برجام امضا کنی، برجام داخلی رو با مردم خودتون امضا میکردی، از این حجاب اجباری و اینا یه خورده کوتاه میومدید که مردم درست حسابی پشتتون باشن، تو دامن اینا نیفتید. مردم ما رو انقدر اذیت کردید که مردم الان یک بخشی به هر حال رفتن تو دامن دشمنان وجودی این مملکت. جمهوری اسلامی خیانتهاش و واقعا یک جای خیانتهای دانسته انجام میده. آقای خامنه ای ازتون خواهش میکنم شما برجام داخلی رو با مردم خودت امضا کن. بابا حجاب رو وردار، مگه الان اینا نیستن توی منطقه مردم سوریه؟ مگه نیستن؟ دیدید میزنن میرقصن میگن یا زهرا. آقا دیسکو بذار باز بشه، به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. تو دیسکو رو باز کن، حجاب رو آزاد کن، کنسرت آزاد بشه، دست از این مسخره بازی های مدنیت وردار. یه مش عقب افتاده بسیجی، همه بسیجی ها رو نمیگم، ولی یه بخش عقب افتاده بسیجی با وقاحت هر روز میان تو خیابون به زن و بچه مردم گیر میدن، زن و بچه مردم هم به اینجاش میرسه فیلم میگیره برای مسیح علی نجات میفرسته. کار درستی هم میکنن زن و بچه مردم. وقتی که این بسیجی های شما اینقدر پر روان، من برای همین زبونم کوتاست تو این حوزه، بیام الان به مسیح النجات بگم کار اشتباهی میکنم. من هدف مسیح النجات رو میدونم چیه، خیانتش رو میدونم، مردم چی کار کنن. ولی وقتی که زن و بچه رفته تو خیابون، توی پارک، دیروز رفتن تو پارک دارن بدمینتون بازی میکنن، روسری زنه افتاده، یه بسیجی پوزش میخوام از دوستان بسیجی که برنامه نگاه میکنن، ولی پسرک پوفیوز رفته داره به شوهر زنه میگه چرا زنه روسریش افتاده، به تو چه ربطی داره؟ عزیزم آقای سپاه پاسداران، آقای خامنه ای، برجامو شما اول باید با مردم خودتون امضا میکردید. جلوی مردم خودتون تو اینجور مسخره بازی ها کوتاه بیاید، اجازه بدید توی مسائل کلام به این بزرگی
بخشی از مردم پشتتون بیان که اینجوری نیفتن تو دامن دشمنان وجودی. مردمو به اینجا نرفید، به خدا شما مکمل همین پمپو هستید. آقای این بسیجی که تو خیابون به حجاب دخترو گیر میدی، به کنسرت گیر میدی، به رقصیدن مردم گیر میدی، شماها نقطه مقابل همین آقای پمپو هستید برای نابودی این سرزمین. بنابراین ما باید برجامو با مردم خودمون داخلی انجام بدیم و امضا کنیم و هیچ برجام بین المللی هم زیر بار نریم. اینو یادتون باشه. چون هستن زنانی که دنبال کرامت و آزادی خودشون هستن. حالا یک انسان وحشی که از خون مردم دنیا اینجوری مثل زالو مکیده، نگاه کن چه هیکلی به هم زده، رئیس سازمان CIA بوده سر، حالا این بعد میاد بگه که آی زنان ایران بیچاره حجاب دارن و هر روز دارن درگیرن. اون وقت شما بهانه این دیگه، ببینید حماقت های این حکومت و بخشی از این بچه حزب الله و بسیجی هاست. واقعا نمیدونم چی بگم. آزادی ها چه حرصی من میخورم از بعضی ها. آخه به تو چه ربطی داره کی حجاب داره کی نداره؟ همون حقوقی که مردان ایران دارن. علاوه بر همه اینها حکومت ایران یک کارنامه طولانی ترور و وحشت در طول دهه های گذشته داشت. بالا و جمع که خودتون اصلا پدر معنوی هرچی ترور تو دنیایی مرتی که امریکن بیشرف، کسانی که قربانی این ایدئولوژی حکومت ایران شدن. حکومت ایران در نهایت باید به خودش تو آینه نگاه بکنه. مردم ایران مخصوصا جوانان ایران دنبال تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستن. ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده، دنبال اونهایی که دنبال فرصت‌های اقتصادی هستن، شفافیت در دولت و آزادی‌های بیشتر. ما امیدوار هستیم که توقع این رو داریم که حکومت ایران سر عقل بیاد و در نهایت از آرزوهای مردم خودش حمایت بکنه، نه که این آرزوها رو سرکوب کنه. ما فکرمون ذهنیت بازی داریم برای قدم های مثبت، نه فقط با شرکامون، از نسبت ایران هم ذهن مثبتی داریم، به شرط اینکه ایرانی حاضر باشن که قدم های مثبت بردارن. تمام فشارش اینه که دوباره ایرانو بیاره بنشونه پشت میز مذاکره، که این دفعه اگه کسی تو اون مملکت، چه جریان اصلاحات، چه اصولگرا، چه بالا چه پایین، جرأت کنه بیاد این دفعه حاضر شه بگه آقا مذاکره میکنی، پدر باید اعدامش کرد تا این حد بیاد. کسی پا بذاره جلو برای مذاکره باید چوب تو آستینش کرد، رحم بهش نباید کرد. مذاکره بر سر عزت ملی تموم شد دیگه. یه بار این کارو کردید، برجامی که بدتر از ترکمنچایه به مملکت ما تحمیل کردید، دیگه کسی حق نداره بر سر حق مسلم ما در مورد حوزه‌ای که ایشون داره مطرح میکنه مذاکره کنه. مذاکره معنی نداره بر سر حق. حقمونه شما باید بپذیرید. تازه طبق قوانین مندلآباد چیده خودتون درست کردید در دنیا، طبق همون قوانین شما باید احترام بذارید به حق ایران. همونطور که آقای پرزیدنت ترامپ گفت، ما آماده هستیم که یک مذاکره جدید با ایران انجام بدیم، اما هدف ما فقط یک مذاکره نیست، هدف ما حفاظت از مردم آمریکا هست. دیدی آقای مردم ایران هدفش چیه؟ مردم ایران اینا که بازیه، هدفش میگه محافظت از مردم آمریکا است. به خدا الان مردم آمریکا هم براش مهم نیست، اینم داره خالی میبنده. فقط هدفشون منافع یک بخشی از جریانات گلوبالیستی و دولت‌های بیدلبرگ است، فقط همین. هر توافق جدید باید توافق باشه که تضمین کنه ایران هرگز دستش به سلاح اتمی نرسه و جلوی رفتار ایران رو در منطقه بگیره اونجور که برجام نتونست این کارو بکنه. ما اشتباه دولت‌های قبلی آمریکا تکرار نخواهیم کرد. ما دوباره راجع به خود برجام مذاکره نخواهیم کرد. این توافق رو مورد بازنگری قرار نخواهیم داد. معنی که ما میدونیم فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه‌های هسته‌ای ایران نمیتونه جدا بشه از اون بحث کلی امنیت منطقه. بنابراین ما دنبال چیه؟ تمام فشارشون، شکستشون تو منطقه است. ما باید دقیقا تعریف بکنیم چی هست که از ایران میخوایم. مطالبه ما از ایران چیه؟ اول از همه ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا توضیح بده که ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ایش در گذشته چی بود و به طور قاطع ثابت بکنه که دیگه از این برنامه ها فاصله گرفته. ایران باید هرگز دنبال غنی‌سازی اورانیوم نره. باید تأسیسات آب سنگین خودشو تعطیل بکنه. سوم از همه، خب اینی که ببخش شما همواره شوربختانه ایران تن در داده و نمایندگان آژانس اتمی اومدن و بهتون بگم
طبق صحبت هایی که قبلا برخی از این ماموران CIA که من در یک برنامه برجام اولم ساختم اشاره کردم، اومدن علنی گفتن آقا این ماموران آژانس اتمی در عراق هم همین کار کردن، همینی که ایشون داره میگه، در عراق هم که مجبور کردن ماموران آژانس اتمی برن عراق رو بگردن، اینا میرفتن اونجا همه آمارا رو میگرفتن و این ماموران آژانس اتمی برای حمله آمریکا به عراق تمام گزارشات خودشون رو تحویل CIA دادن. این چیزیست که علنیست، یعنی ماموران آژانس اتمی در حقیقت میان جاسوسی بکنن، داره میگه ایران بعد اجازه بده اینا بیان جاسوسی بکنن، همون بلایی که ما سر عراق آوردیم سر شما بعدن بیاریم، که ایران الان از زمانی که عراق این اجازه ها رو داد و این بلا رو سر عراق آوردن و صدام رفت، از سال 2000 خورده اینا تا به امروز 1.5 میلیون نفر در عراق کشته شدن و عراق هیچ وقت آب خوش از گلوش پایین نرفت و هنوزم کشور بودنش حاله از ابهامه، هنوز که هنوزم این جریانات پانکورد واسه خودشون اونجا قبیله گرایی را انداختن، اربیل و اینا رو واسه خودشون ورداشتن، مردم عراق میخوان برن استان اربیل باید پاس چیز بدن، ویزا بتونن کارت بزنن، هزار تا دنگ و فنگ دارن و مردم عراق هیچ وقت رنگ خوش به زندگی خودشون ندیدن. حواستون باشه همین بلا رو سر ما میخوان بیارن. ایران باید با آژانس بین‌المللی اتمی اجازه دسترسی بلاقید و شک به هر نقطه در کشور رو بده. غلط کردی. خب ایران باید جلوی توسعه سلاح‌های بالستیک موشکی رو بگیره. غلط کردی. مگه عراق گرفت و شما به عراق گفتید اون گوش کرد، بعد چه بلایی سر صدام آوردی؟ اونم غلط کردی. ما سر بنیه دفاعی خودمون هیچ قولی به هیچ کس نمیدیم. شما مگه سر بنیه دفاعی میای مذاکره کنی آقای پمپئو؟ چون تو بیشتر تفنگ داری، یعنی تو زورت بیشتره. خب کور خوندی دیگه، ایر رو نشناختی. ما ایر هستیم، ایرانی جماعت رو نشناختیم. ما زیر بار حرف زور نمیریم، حتی اگه همه ایرانی ها کشته بشن ما زیر بار حرف زور نمیریم. بعد جلوی توسعه موشکایی که میتونن کلاهای هسته هم کنن رو بگیره. ایالات متحده باید تمام شهروندان آمریکا رو که زندانی کرده آزاد بکنه. شهروندان تمام شما شهروندان ایران آزاد کن، اونجوریه کلی ایرانی دستگیر کردی. برای ما و تمام کشورهای که متحد ما هستن، ایران باید جلوی حمایت از گروه های تروریستی لبنان مثل حزب الله و حماس رو بگیره. برای چی؟ مگه شما جلوی حمایتاتون از جبهه نصرت گرفتی؟ برای چی باید بگیره؟ یا سازمان جهاد اسلامی فلسطین؟ بابا حزب الله که اصلا مردم لبنان دوستش دارن، نه شیعه سنی و مسیحی هم بهش رأی میدن، به تو چه ربطی داره؟ ما دوست داریم کمک کنیم. ایران باید احترام بذاره به حاکمیت ملی دولت عراق. عجب، حاکمیت ملی شما میفهمید؟ خب اینو پاسخاتو دادم. و جلوی حمایت از گروه های چپ نظامی عراقی رو در کش. تو هم احترام بذار به حاکمیت ملی سوریه، احترام بذار حمایت تو از جبهه نصرت، بعد غلط میکنی بمب میریزی رو دمشق و بگیره. ایران باید دست از حمایت نظامی از حوثی های یمن برداره. اولا که ما حمایت نتونستیم بکنیم، ولی برای چی باید ورداریم؟ ورداریم که شما با عربستان این مردم رو اونجا قتل عام کنین؟ شما در قرن الان وحشتناکه دارید هولوکاست برای مردم یمن به وجود میارید. هولوکاست واقعی رو ما داریم جلوی چشممون میبینیم، منکرش میشید و دنبال این بره که به توافق صلح در یمن برسه. ایران باید تمام نیروهای تحت حمایت خودشو در منطقه در سوریه خارج بکنه. ایران باید حمایت خودشو از طالبان پایان بده، از تمام تروریستی در افغانستان هستن پایان بده. ایران باید دست از معوا دادن به رهبران القاعده در داخل کشور برداره. ایران باید جلوی حمایت سپاه قدس از گروه های شبه نظامی در سراسر جهان رو بگیره. ایران باید دست از تهدیدات نظامی علیه هم. ایران باید نفس دیگه نکشه، ایران باید هیچی نخوره، ایران کلا نباید ایران باشه، ایران هرچی ما میگیم باید گوش کنه. بگو دیگه، خجالت کرده میکشی. سایگان خودش دست برداره، خیلی از اونها متحدای ما هستن. ایران باید از تهدید اسرائیل دست برداره، ایران باید از سلاح کردن از تهدید به ارسال موشک یا شلیک کردن موشک به عربستان برداره، ایران باید دست از حملات سایبری برداره، ایران باید دست از تهدید کردن کشتیرانی برداره. این فهرست خیلی بلندی هست، اما فراموش نکنید اینها مطالبات بسیار پایه‌ای هستند. دلیل اینکه مطالبات طولانی هست خاطر اینکه مطالبات پایه‌ایه. ببینید یعنی چی؟ یعنی داره به ایران میگه بیا مذاکره کن، منتها قبل از که بیای مذاکره کنی اینهایی که گفتم پیش‌فرض باید انجام داده باشی. همه اینا رو انجام دادی، نه تموم نشده، حالا بشی مذاکره کنی بقیه‌شو بهت بگم. میگه اینا پیش شرط تازه مذاکره است. حرام لقمه.
رفتار ایران انقدر رفتار سوی هست. ما این فهرست درست نکردیم، این فهرست خود ایرانی ها درست کردن. از صحبت هایی که ما با دوستان اروپایی داشتیم، من میدونم که اونها هم همین نظرات ما رو دارن. ما همه نظرات مشترکی داریم که ایران باید چی کار بکنه تا جامعه بین الملل قبولش بکنه. چقدر از متحدان آمریکا میخوام که همصدا ماما بشن تا دولت ایران بخوان که مسئولانه رفتار بکنه. مسئولانه در ازای تغییرات اساسی در داخل ایران که حکومت ایران انجام بده، ما حاضریم قدم هایی برداریم که بتونه به نفع مردم ایران باشه. مثلا اول از همه وقتی ما به اون هدف برسیم، ما آماده هستیم که تمام تحریم های خودمون رو علیه حکومت ایران لغو کنیم. در اون زمان ما حاضر هستیم که کاملا یک روابط دیپلماتیک و تجاری با حکومت ایران باز بکنیم. اون موقع آماده هستیم که ایران رو تکنولوژی ایران همه عزتش رو بفروشه که اقتصادش خوب شه، پایی رو داشته باشه که لازم داره. اگه ایران بتونه تغییر بزرگ پایه استراتژیک رو بده، ما آماده هستیم که از مدرنیزه شدن اقتصاد ایران و ادغامش در جامعه جهانی کمک بکنیم. یعنی ایران بیاد خر خودمون بشه. حرفش اینه. هنوز ما رو نشناخته که یک تمدن طولانی داریم. داریم میگه ایران با اون تمدنش بیاد خر یک جریان یک کشور 400 ساله وصل و پینه چون آمریکا بشه. فکر کرده ایران هم بمانند این کشورهای ضعیف اروپاست. اما این اتفاق زمانی خواهد افتاد که ما ببینیم سیاست های ایران به طور محسوس تغییر کرده. ما میفهمیم که حکومت ایران حق داره که از خودش دفاع بکنه، اما حق نداره که شهروندان کشورهای دیگر رو به خطر بندازه. برخلاف دولت های دیگه، ما میخوایم کنگره آمریکا هم شریک ما در این پروسه باشه. ما میخوایم تلاش های ما بتونه از حمایت فراگیر مردم آمریکا برخوردار باشه. نمیخوایم فقط محدود به دولت ترامپ باشه. هدف ما رسیدن به یک توافق بسیار فراگیر با ایران هست. برخلاف برجام که هم دموکرات ها هم دموکرات ها مخالفش بودن، اون چه که پرزیدنت ترامپ دنبالش هست یک توافق فراگیر هستش که هم مردم آمریکا ازش حمایت بکنن، هم رهبران هر دو. نه که شما تو قرارداد قبلتون پایبند بودید، الان چش ایران همه چیزو نفس هم نکشه بعد بیاد به شما اطمینان کنه. در استراتژی که ما هم نه که واقعا یک مغز خری سیاست مداره ما خورده باشن بیان با شما قرارداد ببندن دیگه برشمردیم ما یا خائن باشن کامل یعنی کاملا همشون رو خریده باشید از حمایت که اونجا مردم ایران دیگه اونجا باید بریزن تو خیابون. مردم ایران باید شکم دیگه بس ریخته تو خیابون. اگر جمهوری اسلامی خاص مذاکره‌ای بکنه در باب برجام یا مذاکره‌ای بکنه در باب صحبت‌های آقای پمپئو، اونجاست که باید قیام ملی کرد، مردم بریزن تو خیابون، هر آنچه هست با آتش بکشن. اونجاست که مردم باید بریزن تو خیابون، نه همش برای چیز شیکم و اینا، برای عزت ملی اگه لازم بشه باید بریزید خیابون. مردم ایران باید آماده بشن که اگر سیاستمدار خائن ما خواستن پای میز مذاکره این بار برن، بریزن تو خیابون. متحدان اصلیمون در منطقه و جهان حمایت اونها رو میخوایم، نه فقط از دوستان اروپایی خودمون، خیلی برای اینها. ما میخوایم استرالیایی ها، هندی ها، ژاپنی ها، اردنی ها، قطری ها، کره جنوبی، امارات و خیلی خیلی های دیگه در سراسر جهان امروز دست به دست ما بدن تا علیه جمهوری اسلامی ایران به یک نقطه مشترکی برسیم. میدونیم که همه ما یارکشی جهانی داره میکنه بیشرف، یک هدف داریم. همه اونها این چالش رو میفهمن همونجور که ما این چالش رو میفهمیم. ما مورد استقبال میکنیم از هر کشوری که خسته شده از این تهدیدات هسته‌ای ایران، از حمایت ایران، از مرتی که ایران که هنوز بمب هسته‌ای نداره، که کره شمالی داره، اسرائیل شما داره، خودت داری، ما که نداریم که. و چرا خسته شدن تهدید هسته‌ای گروه های تروریستی و از بیرحمی ایران که نقض صلح جهانی است، کشوری است که هرج و مرج رو تحمیل میکنه به آدم های بیگناه. آره ایران رفت افغانستان بمباران کرد، عراق بمباران کرد، هرج و مرج به وجود آورد. راست میگه ایران بود که رفتش بمباران کرد لیبی رو. راست میگه ایران هستش که هر دقیقه میره بمباران میکنه دمشق رو. راست میگه ایران داعش رو به وجود آورد. راست میگه واقعا وقیح اون تغییراتی که ما دنبالش هستیم شاید به نظر خیلی ها غیر واقع بینانه بیاد، اما فرموش خودش هم فهمید گفت چیزایی که ما دنبالشیم به نظر خیلی ها امکان داره
غیر واقع بینانه بیاد. دیگه انقدر چرنگف خودشم دیگه گوگر، من میگم حرفی که دارم میزنم یعنی خیلی ها بی سابقه است همچین هزیان روی سیاسی در سطح وزیر امور خارجه آمریکا، که خودش هم اعتراف کرد که میدونم این چیزی که دارم میگم غیر واقع بینانه هست. این تغییراتی که ما دنبالش هستیم شاید به نظر خیلی ها غیر واقع بینانه بیاد، اما فراموش نکنید اون چیزی که ما الان دنبالش هستیم قبل از برجام اجماعی بود که جامعه بین‌الملل داشت. مثلا فراموش نکنید در سال 2012 پرزیدنت اوباما اون موقع گفت اون چیزی که ما می‌خوایم این هست که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو پایان بده. این اتفاق نیفتاد. در سال 2006 5+1 در شورای امنیت بین‌الملل رأی داد که ایران تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم رو پایان بده. این اتفاق نیفتاد. در سال 2013 وزیر خارجه فرانسه گفت خسته شده از اینکه ایران انقدر فریبکاری بکنه، اجازه بده که ایران بره دنبال غنی‌سازی اورانیوم. در سال 2015 جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا گفت ما به رسمیت نمی‌شناسیم حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم. با جان کری بی خود کرد با تو. با این حال می‌بینیم که همینجوری که ما الان داریم باشه، ما به رسمیت نمی‌شناسیم حق هسته‌ای شما رو. ما به عنوان یک کشور 7000 ساله شما رو به رسمیت نمی‌شناسیم. به عنوان یک کشور 400 ساله که ملت نیستی، ملت مصنوعی هستی. ما به عنوان یک ملت حقیقی و با شناسنامه حق شما رو به عنوان داشتن هسته‌ای به عنوان یک ملت مصنوعی نمی‌شناسیم. ایرانی‌ها مشغول غنی‌سازی اورانیوم هستن. بنابراین اون چیزی که ما می‌خوایم چیزی نیست به جز اینکه رفتار ایران هماهنگ باشه با قواعد بین‌الملل. هماهنگ باشه با قواعد بین‌الملل، منظورش هماهنگ باشه با کت خدا. بفرما. قواعدی که قبل از زمان برجام صحبتش بود. ما می‌خوایم ظرفیت ایران رو برای تهدید کردن جهان طریق سلاح هسته‌ای از بین ببریم. در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای پررو خودش جهان هم می‌ده ایران، ما چرا باید اجازه بدیم که ایران بیشتر از این ظرفیت هسته‌ای داشته باشه که عربستان یا امارات داشته باشه؟ ما چرا از ایران انتظار کمتری باید در این باره داشته باشیم؟ ما ایران می‌فهمیم که تحریم های ما و فشارهای بر حکومت ایران وارد میکنیم امکان داره برای خیلی از دوستان ما مشکلات مالی اقتصادی به وجود بیاره، برای خود ما هم با چالش های اقتصادی به وجود میاره. خیلی از کسب و کارهایی که میخوان با ایران داد و ستد بکنن شاید مشکل داشته باشه با این سیاست های ما. ما دوست داریم نگرانی رو گوش بدیم، اما میدونین ما کسی که بخواد در ایران کسب و کار بکنه، داد و ستد بکنه، ما اونها رو پاسخگو خواهیم کرد. ما تیم های متخصص رو میفرستیم به کشورهای مختلف تا بتونن سیاست های ما رو برای اونها شرح بدن، تا بتونن درباره پیامد های تحریم های ما سیاست های ما رو پس نگو قانون نگو، ما میخوایم سیاست هامون رو هژمونی سیاست هامون رو جا بندازیم تو همه جا. نگو پس قانون اون چیزی که تو دلت میخواد صحبت بکنیم. حاضریم گوش بدیم به حرف اونها. بله میدونم من خیلی صحبت کردم در سه هفته اول پست خودم در وزارت خارجه. میدونم که خیلی هم میخوان که این برجام ادامه پیدا بکنه. این تصمیم خود اوناست، ولی اونا موضع ما رو میدونن چیه. سال آینده 40مین سالگرد جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 40مین سالگرد انقلاب اسلامی، انقلابی که آقای جیمی کارتر شما در نشست گوادالوپ رقم زد، خیانت بزرگی که شما خواستید سر ایران بیارید ولی چوبشو خوردید. در اینجاست که ما باید بپرسیم انقلاب ایران چی به مردم ایران داده؟ خود شما آوردید، نگو چی داره به مردم ایران. شما باید بپرسید انقلاب ایرانی که شما رقم زدید، هزینش هم گذاشتید، کلی نقشه کشیدید، در دفتر فرای پهلوی بر سر این مملکت آوردی، چه چیزی برای آمریکا آورده؟ بعد اینو بپرسی. نه هیچی برای شما نیورده، حالا بهتون فشار اومده. شما مگه دلت برای مردم ایران میسوزه؟ سوال دقیقا اینه، انقلاب 57ی که من آمریکای بدبخت نقشه‌شو کشیدم، از طریق دفتر فرای پهلوی بر سر شاه ایران آوردم، نزدیک 400 تا از ارتشیان ایران رو از پس از کودتای مصدق و رستاخیز ملی 28 مرداد در ارتش شاهنشاهی تربیت کردم، همه چی رو آماده کردم و میخواستم تیم بازرگان و فروهه رو، سباقیان و یزدی و قطبزاده و چه میدونم این یارو مرتکه کیه توی چیزم هست، ابوالحسن بنی صدر رو اینا رو بیارم رو کار، ولی این خمینی اومد همه چی کاسه کوزه ما رو به هم ریخت. حالا این انقلاب 57 چه چیزی برای من آمریکا داشته در آستانه 40 سالگی جمهوری اسلامی؟ هیچ. حالا بهشون فشار اومده. دقیقاً هر زمان که ما با این قدرت در منطقه میرسیم اینا میخوان چیکار کنن؟ یه حرکتی بزنن که حکومت رو چنج کنن. در زمان محمد رضا شاه پهلوی هم
ما در دهه 50 به یه قدرتی رسیدیم تو منطقه میتونستیم پدر معنوی باشیم و اجرا کنیم پدر معنوی بودنمون رو، مثل داستان ظفار، مثل کمک کردن به مردم لبنان، به مانند اینکه در مسائل سوریه تونست پادشاه فقید دخالت کنه و کمک کنه. اون زمان در 50 که ما تونستیم دوباره تو منطقه نقش پدر معنوی خودمون رو ارائه بکنیم، اینا چنچ حکومت کردن. الان هم در سن 40 سالگی دوباره ما به همون نقطه رسیدیم، به نقطه‌ای که در دهه 50 خورشیدی در ایران رسیده بودیم. الان دوباره به همون نقطه رسیدیم، حالا اینا دیگه مثل سگ هار شدن. حکومت ایران همچنان به بهای رفاه حال مردمش هرج و مرج و بدبختی رو به منطقه صادر میکنه. حکومت ایران با هژمونی و با مدد گرفتن از مردم منطقه تمام داشتای ما رو تو منطقه از دستمون گرفته. ترجمه درستش اینه، ترجمه درستش اینه که آقا من آمریکایی همه خرج کردم تو منطقه، من حمله کردم به صدام، اون وقت نفعش رو ایران برد. من تو سوریه داد و بیداد چیز کردیم، قیامت کردیم، باز نفعش رو ایران برد. تو افغانستان ما همه چی رو اونجا برنامه‌اشو ریختیم، باز ایران داره اونجا یواش یواش جا پاشو صفر میکنه. منظورش اینه اقتصاد ایران به وضع فلاکتبار افتاده و بدتر از این هم میشه. جوانان ایران همچنان دچار کلافگی و سرخوردگی هستن. اونها دنبال آزادی ها و فرصت های هستن. شرافت هیمونکی، به خاطر ما جوانان ایران چقدر، ببین یه پارچه و پوست استخون شده، نگاه کن زیر چشاش گود رفته هیمونکی. اینکه قرن 21 میتونه به اونها ارائه بده. رهبر ایران اگه بخوان میتونه تمام اینها رو عوض بکنه. رهبران ایران اگه بخوان میتونه تمام اینها رو عوض کنن. داره چی کار میکنه؟ مردم ها، این جنگ روانی است. مردم ها به جون حکومت بندازه که مردم از فردا بریزن تو خیابون. موشک نخواستیم، گوشت مرغ و اینا خواستیم سر سفرمون. اینجور شعارام که فردا با چند تا قافیه قشنگ ملت ایران هم که دمشون گرم عشق شعار و شعرن، بعضا میبینم تو این فضای مجازی چقدر شعار و شعر مینویسن، فردا با چهار تا از این شعارا مردم رو بریزن تو خیابون که مردم به حکومت فشار بیارن، به سپاه فشار بیارن که آقا موشک بالستیک نخواستیم، فکری به حال شکممون بکن. از اینجور شعارا که بلدن، روسیه رو رها کن، فکری به حال ما کن، از این شعارای چرند که مردم ما کم نمیدن که نفهمیده شعار میدن. آیت الله خامنه‌ای از سال 1989 رهبر ایران بوده، او تا ابد زنده نخواهد بود. مردم ایران هم تا ابد تن به فشار خودکامگان نخواهند داد. دقت کردی منظورش اینه که فشار، منظور علمی که فشار خودکامگان، ولی دقیقاً منظورش اینه که مردم اینا تا ابد تحت فشار اقتصادی نخواهند بود. یعنی بالاخره این فشار اقتصادی مردم ایرانو منفجر میکنه. دقیقاً ترجمه صحبتشه. دو نسل گذشته و حکومت ایران همچنان هزینه سنگینی رو بر مردم ایران و بر جهان تحمیل کرده. سرکوبگری ایران، سرکوبگری حکومت دیگه دو نسل گذشته، ترجمهش این میشه هزینه زیادی رو روش من آمریکا گذاشته. خب تنها چیزیست که خیلی از مردم ایران از این حکومت فهمیدن. الان وقتی هستش که حکومت ایران و رهبر ایران کار رو انجام بدن که برای مردم خوب باشه، برای یک ملت مغرور و کهنسال. ما در ایالات متحده، خب چطور شما برای این مردم کهنسال و یک مملکتی با قدمتی که خودت داری میگی کهنساله حق هسته‌ای قائل نمیشی، میگی به رسمیت نمیشناسن، بعد اون وقت برای خود 400 سالت این حق قائلی؟ دقیقا میدونی ماهیت این حکومت چی هست، ولی در این حال دقیقا میدونی چون خودتون خواستید بیاریدش رو کار دیگه، منتها میدونی دقیقا اینشو، دقیقشو میدونم میدونی توجه. برای همین چون دقیقا هم میدونی ماهیتش چیه بهتون فشار اومده. امکانات و واقعیت هم هستیم، برخلاف دولت قبلی آمریکا ما دنبال نتایجی هستیم که بتونه به مردم کمک بکنه، نه فقط به حکومت ایران. اگه هر کس، مخصوصا اگه رهبران ایران شک دارن که ما واقعا چی میخوایم، نگاه بکنیم به دیپلماسی ما با کره شمالی، ببینید که ما چجوری تمایل ابراز کردیم برای دیدار با رهبر کره شمالی. این نشون میده که ما چقدر متعهد هستیم به دیپلماسی برای حل بزرگترین چالش ها، حتی با بدترین دشمنان خودمان. بنابراین این آمادگی پیام ها، یعنی حتی اگه تو آقای جمهوری اسلامی کره شمالی هم باشی، به شرط اینکه حاضر شی خر خودمون بشی بیا مذاکره کنی. تمام بحثشون همینه، آقا من کت خدا، من بچه زورگوی این کلاس درسم، تو باید نوچه من بشی. تمام دعواشون به زبان ساده. ما هم صدا در کنار فشارهایی بودش که ما وارد کردیم،
به خامنه ای و به روحانی و به دیگر رهبران ایران. من اینو میگم که بفهمید، بفهمید که فعالیت های شما با عزم پولادین ما مواجه خواهد شد. پیام واپسین من به مردم ایران هست. من میخوام صحبت های پرزیدنت ترامپ از ماه اکتبر رو برای شما تکرار بکنم. پرزیدنت ترامپ گفت که ما در همبستگی با بزرگترین قربانیان حکومت ایران ایستاده ایم، مردم ایران. مردم ایران چرا مردم ایران باید احمق باشن که این حرفا رو قبول کنن؟ هزینه سنگینی رو دادن به خاطر افراطی‌گری و خشونت رهبرانشون. مردم ایران به دنبال این هستن که دوباره بتونن تاریخ و فرهنگ و تمدن کهنسال خودشون رو احیا بکنن. همون تاریخ و فرهنگی که اینا هزینه میکنه، حتی درست حالا افراد صهیونیستی هستن، ولی در همون سینمای هالیوود برای شما خشایارشا رو درست چیز میکنن، برای شما این داستان بگید دیگه 300 درست میکنن، هم شماره اول هم شماره دو. همون مردم ایرانی که تو فیلم پلیس آهنیشون وقتی که درست میکنن تروریسته ایرانی رو نام علی و حسن و حسین رو نمیذارن، دقیقا فرهنگ ایران رو میزنن و نماد فرهنگ ایران که مرزهای ایران رو گسترده کرد آرش کمانگی رو میذاره رو نام تروریسته ای که در فیلم پلیس آهنیه. در تمام فیلماشون داره ایرانی ها رو تروریست نشون میده. فرهاد تا برگشتن بارها گفته آقا ایرانی ها در فیلم های خودشون در فرهنگشون اینجوری بودن، در ایران باستانشون هم تروریست بودن، در همین فیلم هایی که خودشون میسازن. این داره حالا صحبت از فرهنگ ما میکنه. برو بتونن با همسایگان خودشون همکاری داشته باشن. این آرزوی آمریکا هم هست. تلاش های ما برای رسیدن به صلح و امنیت امیدواریم ثمر بخش باشه برای مردم رنجیده ایران. ما دلمون میخواد که مردم ایران مانند گذشته به یک دوره شکوفایی برسن، بیش از هر زمان پیشرفت بکنن. امروز ایالات متحده به مانند دوران پادشاه میخوایم مثلا بزنی که ما به شکوه برسیم. بچه‌ها شاه ما رو برداشتید شماها. مغرور هست از این که بتونه یک مسیر جدید رو در رسیدن به این راه برداره. متشکرم هستم. خب بعد ایشون نشست فوراً چیز کرد. متشکرم هستم. صحبت‌های شما بسیار جسورانه بود. خوشحال هستیم که شما اومدین در این صحبت‌های شما کلی خالی بندی و چرن بود عزیزم. حرف همه ما حرفایی که زد زورگویی بود. یعنی من هم حرف حسابش چی بود؟ آقا من آمریکا هم زورم میرسه، اینقدر سلاح دارم، کوتاه بیا. تمام حرفش احول تا بتونید پیام خودتون رو انتقال بدید. شما در طول صحبت‌های خودتون یک فهرستی رو ذکر کردید، صحبت از متحدان ما و شرکای ما کردید. خیلی از متحدان و شرکایی که الان ناراحت هستن از سیاست جدید ما، شما چجوری میخواین اینها رو همراه خودتون بکنید؟ چجوری میخواین از ظرفیت‌های دیپلماتیک خودتون استفاده بکنید تا اونها رو با خودتون همراه کنید؟ این تغییرات استراتژیک در دنیا، زمانی اتفاق میفته که همه هدفهای مشترک داشته باشن. این از منافع مشترک میاد، ارزش‌های مشترک میاد. من دو هفته اول کارم رو عنوان وزیر خارجه سعی کردم ببینم ما میتونیم کاری بکنیم که بتونیم برجام رو اصلاح بکنیم. با همکاران اروپایی خودم صحبت بکنم، سفر کردم، به بروکسل رفتم، با همکاران اروپایی خودمون صحبت کردیم، نتونستیم به توافق برسیم. آمریکا مصمم هست که به شدت تلاش بکنه تا بتونه با همه شرکای خودمون کار بکنیم، با اروپایی ها کار بکنیم، اما خیلی کشورهای دیگه هستن که همین نگرانی های ما رو دارن. همونقدر که ما احساس خطر میکنیم از حکومت ایران، اونا هم همه احساس خطر رو میکنن. خطر بکنه تا جونتون در بیاد. این احساس مشترک، این ارزش های مشترک هستش که میتونه ایجاد کننده یک حرکتی هماهنگ علیه بزهامی تروریسم در جهان باشه. تیم من به شدت تلاش خواهد کرد که بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما سعی خواهیم کرد که نگرانی های تمام همکاران خودمون رو بهش رسیدگی بکنیم و من متقاعد شدم که استراتژی که پرزیدنت ترامپ گفته استراتژی صحیح هستش که ما بتونیم ایران رو در موقعیتی قرار بدیم که یک روزی دوباره بتونه به تمدن ملحق بشه، اونجوری که امیدواریم یک روز این کار رو بکنه. تمدن ملحق بشه ایران که اسلحه چون تو هر خونه اسلحه باشه، که یک زمانی هر کی دلش خواست عصبی بود اسلحه برداره بره تو مدرسه همه رو بکشه. تمدن تعریفش اینه. یه مش پانکی برای ما حالا دارن یانکی و چه میدونم کسایی که سرخپوستا رو قتل عام کردن به اون شکل فجیانه، تا سالهای سال همین الانش هم اتفاقا در برخی از ایالت‌ها این وجود داره.
سیاپوس جماعت رو هنوز برده میدونن و گروه های راستشون میان اینو بعضی وقتا مطرح میکنن، این میخواد به ما تمدن بگه. اوکی، بسیار رو کسانی که در رأس برده فروشی بودن میومدن یه برده سیاپوس رو میآوردن، آقا این انقدر دندونش سالمه، انقدر پول بده، فلان کن. جمعیانات برده دار میخوان به ما، هنوز هم هستن و نه که الان هم نیستن، فکر نکنید، همین الان هم با سیستم های مختلف بردهداری که الان بردهداری سپیدشون، شما نکنید صنعت پرنوشون توی سینمای چیز دیگه، در همین هالیوودشونه دیگه، قشنگ صنعت پرنوشون برده های سپید، کسی که وارد میشه انقدر در فیلم های پورنو این زن بیچاره رو تیکه پاره جریدن میکنن. الان شما نمیدید چقدر از تمام این بیچاره، این زنایی که در فیلم های پورنو اصلا چند تاشون تا الان رفتن خودکشی کردن. خب حالا اینا میخوا به ما تمدن یاد بدن. از صحبتایی که شما امروز گفتین، شما واقعا دنبال تحریم های بسیار سرسختانه هستین. من فکر میکنم که این نگرانی وجود داره که شما میتونید چجوری راجع به نگرانی‌های هسته‌ای ایران صحبت بکنید. اجازه بدید من اینجا به حضار هم بگم که ای کاش ما وقت بیشتری با آقای وزیر خارجه داشتیم که میتونستیم بیشتر ازش سوال بکنیم. او باید هر چه زودتر برگرده به ساختمان CIA برای یک مراسم تحلیل که اونجا برگزار میشه. برای همین لطفاً خلاصه با ما صحبت بکنید. ببینید بحث هسته‌ای خیلی مهم هستش، مهمترین خطری هستش که ما باش مواجه هستیم. بله، برجام جواب نداد. ما میخوایم این بحث رو میخوایم بحث ارجام رو حل بکنیم. من از شرکای خودم در خاورمیانه خواستیم که یک کار سختی بکنن. ما به اونا گفتیم که شما بیاین جلوی خط سلاح رو بگیریم، اما اونا گفتن که خب ایرانی‌ها دارن غنی سازی اورانیوم میکنن، چرا از ما این رو میخواین؟ دیدیم حرف اونا منطقیه. هسته‌ای که ما وجود نداره، شما اینقدر نگرانی، چه فیلمی ان اینا؟ ما چی که از ایران میخوان غیر منطقی نیست. ما بهش فهمیدید، میگه عربستان میخواد راه بندازه اینا، ما به اونا گفتیم شما نباید داشته باشی، میگه تو ایران داره راه میندازه، ما میخوایم راه بندازیم. بعد دیدیم اونا حرف منطقی زدن. شما اصلا منطق میدونید؟ چون شما به جز منطق این که من بیشتر اسلحه دارم بقیه باید حرف منو گوش کنن، منطقی دیگه ای سرتون میشه. شما حتی تمام همون قواعد بین المللی که خودتونم پیاده کردید، آقای ترامپ زیرش زده در چند مرحله. جالبم به خدا. میگم آقا برنامه هسته‌ایتون رو بذارین کنار، اگه اونها میخوان بگردن برنامه هسته‌ایشون رو ادامه بدن، دوباره شروع کنن به غنی‌سازی اورانیوم، ما آماده هستیم که بله واکنش‌های خودمون رو بدیم به شما. الان نمیگم چه واکنش‌هایی رو میدیم، اما ما گوش دادیم حرف ایرانیا چی بوده. امیدوار هستم که تصمیمات متفاوتی بگیرن، امیدواریم در یک مسیر متفاوتی قدم بردارن، مسیری کشورهای دیگه دارن در روش قدم برمی‌دارن. میتونی برای ما یه ذره راجع به ساختار تحریم ها توضیح بدین؟ میتونی ما بگین شما چه تحریم بکنی؟ یک سری از فعالیت اقتصادی رو بعد بزنین کنار. ما الان خیلی وقت در ارتباط با ایران فعالیت اقتصادی خودمون رو کنار گذاشتیم. بله اعتراف میکنم که خیلی از شرکت های آمریکایی هستن که از خدایشون هست میتونن با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد بکنن، چون یک بازار بزرگی در ایران هست. اما همه باید مشارکت بکنن تا این تحریم ها بتونن جواب بدن. همه باید بفهمن که ما نمیتونیم اجازه بدیم که قاسم سلیمانی ثروت بیشتری دستش بیاد. آخه مرتی که سلیمانی بدبخت که بنام فیش حقوقیش رو مطرح کنم 5 میلیون، این که عذاب بسن بگو پول داره، این که همش تو بیابونا و تو خاکریز و اینا، آخه چه میدونی همه چی رو با خودشون میسنجن دیگه، نه که خودش چه قیافش رو نگاه کن، یه آدم بیار و بیدردی که از داره تو پول قلط میخوره، فکر میکنه همه رو با معیار خودش میسنجه، با معیار زندگی خودش میسنجه، میگه چون من الان یک پستی دارم توی این چیز، حتما سلیمانی هم داره پول مثلا تو پول قلط میخوره. بعد همش تو بیابون و توی خاکریزه. تو اصلا خاکریز میدونی چیه های پمپا؟ یه بار بلند شدی بری، یه بار تو بالشی با این هیکل یه نفس بکشی، یه خاک بیاد بلند شه، بعد ببرن بیمارستان، بری از این دستگاه واس کنن که بعدش هم دیگه آسمی میشی یا اینا بیچاره میشی. در مورد سلیمانی داره صحبت. در تحلیل نهایی این عایدات برجام، این پول برجام به اینها این امکان رو داده که بتونن در خاورمیانه فعال بکنن. تلاش ما این هست که جلوی قدرت اقتصادی اون رو برای ضربه زدن به خاورمیانه و جهان بگیرین. خاورمیانه به تو چه ربطی داره؟ فعالیت های هسته‌ای جهان که ایران نیومده، خاورمیانه است دیگه، به قول تو اون به تو چه ربطی داره؟ ارزون نیستن، خرج دارن. ما تلاش خواهیم کرد که حکومت ایران این ظرفیت رو برای دستیابی به منابع مالی جهت پیشبرد سر هسته‌ای نداشته باشه. این همینه
یک دقیقه دیگه مونده که دیگه بقیه صحبتاش هم مهم نیست، من اینو ببندم سریع بکشم وسط یه صحبت کوتاه کنم و برنامه رو جمعش کنم. ببینید عزیزان، اینها منطقشون در کل، من خواستم صحبتای امشب ایشون رو مطرح کنم با هم دیگه تحلیل کنیم، چون صحبت جنگ روانی بود، لازم بود که همه رو سریع فوراً بیام تحلیل کنم. فردا ظهرم البته برنامه زنده خواهم داشت، سه تا موضوع دیگه‌ای که بود امشب باید صحبت می‌کردم. اما ایشون صحبت و منطقی که اینا دارن مطرح میکنن، آقا ما زورگوییم، ما میتونیم، گردنمون کلفته، انقدرم سلاح داریم تا بعد حرف ما رو گوش کنی. ما یه بازی جهانی رو انداختیم به نام نظم نوین جهانی به نام گلوبالیسم، یا تو میای تو این بازی خر خودمون میشی به قول معروف، یا اینکه میگی نه من ایرانم، اینا خب با ژاپنم خواستن این کارو کنن، ژاپن محکم وایساد و الان با ایران میخوان این کارو کنن. آقا یا میای کوتاه میای، کوتاه نمیای ببین عزیزم، ما بهت فشار اقتصادی میاریم، پدرت در میاریم، مردمت هم میریزیم تو خیابون، اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم. این از جنبه ایناست. بنابراین دولتی که ما الان نیاز داریم یک دولت نظامی است و پیشنهادی که من میدم، خامنه ای الان باید جریان جمهوری رو ورداره، بس این خیم شب بازی انتخابات، یک نخست وزیر نظامی بذاره. مشخصا من سردار جعفری تو این حوزه پیشنهاد میکنم و یک نخست وزیر نظامی بذاره، هر وقت این نخست وزیر رو احساس کرد که کارشون درست نیست دگرگون بکنه. سیستم الان باید اینجوری بده. در برابر اینا دولت‌های سوسولی دموکراسی بازی که با رأی مردم بیان بالا که جواب نمیده قربونت برم، در برابر اینجور ادبیات، ببین ادبیات ادبیاتی است که میزنه زیر میز دیگه، توی کافه که رفتید میزنه زیر میز. کسی که ادبیاتش و استراتژی این حکومت آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ اینه که بزنه زیر میز. شما باید یک انسان نظامی رو بنشونی که اگر این زد زیر میز اونم بزنه زیر میز، دو برابر بزنه زیر میز، نه اینکه مثل آقای روحانی عرق رو صورتت جمع بشه تو رو خدا ما فلان میکنیم برجامو نبندید، به وزیر امور خارجش به مانند آقای ظریف دنبال باستن تمام سناتورهای اروپایی پله‌ها رو دوتا یکی کنه که تو رو خدا برجامو نگه داری. نه، این همچین چیزی اصلا امکان ناپذیره و اگر ما بخوایم با این سیستم بریم جلو، بیشک نه تنها جمهوری اسلامی که من بارها گفتم ذره‌ای برای جمهوری اسلامی ارزش قائل نیستم، نه با جمهوریتش من اخوتی دارم نه با اون جریان اسلامیش، از هر دوتاش هم حالم به هم میخوره، اما سرنوشت این حکومت با کشورمون گره خورده. یک چیزیست که تاریخ رو باید بخونید، به خصوص تاریخ 150 سال گذشتمونا. برای همین اگر حکومت میخواد نه خودش بره، نه ایران بره که ایرانش به من مربوطه، ولی حالا حکومت میتونه اون بخشی که در مورد خودشه بیشتر دل نگران حکومت خودشه، حتی اگه بخواد حکومتش هم حفظ کنه، باید این بساط جمهوریت رو ورداره و نخست وزیر نظامی بذاره، مشخصا هم از افراد سپاه پاسداران باشه که ادبیات اینا رو میشناسن. با اینجور افراد باید کسی مثل سردار سلامی صحبت کنه، با اینجور افراد که میان همه رو میخرن کسی مثل سلیمانی باید باشه که وقتی که نامه میفرستن سلیمانی نامه رو باز نمی کنه، فشار تا این مغز استخون همین پمپئو و اینا و رئیس سازمان CIA میره که آقا جما هر جا برای هکی نامه فرستادیم نامه رو باز کرد خر خودمون شدیم. سلیمانی چه جور آدمیه، اینقدر اصلا عجیب غریبه که اصلا نامه ما رو باز نکرد پس فرستاد. و یه همچین آدمایی باید در رأس کار باشن. در حوزه داخلی جمهوری اسلامی بایستی از خر اسلامی خودش پیاده بشه کاملا در حوزه حداقل آزادی‌های مدنی، هر چقدر بیشتر یک مش عقب افتاده رو در قالب بسیج و حزب اللهی تو خیابون بریزه که به حجاب مردم، چه میدونم به سگ بردن مردم تو خیابون، به اینجور چیزا بخواد گیر بده، فقط داره مکمل اینها میشه. دقیقاً دو روی یه سکه است، یعنی اینها که دارن این کثافتکاری ها رو آقای پمپئو میاد با زورگویی داره مطرح میکنه و زیر میز مسئله بین المللی که خودشون هم تدوین کردن زیر همون میزها میزنه، شما هم بیاید مردم خودتون رو هی اذیت کنید سر بحثای بسیار بابا زشت ما در قرن الان بیاییم بگیم حجاب و فلان و یه عده بیام تو خیابون به مردم گیر بدن چرا زنت بی حجابه، چرا سگت رو تو خیابون آوردی، کنسرت ها رو بخواید مجوزاشون رو لغو کنید. اصلا باور کنید فاجعه است. اصلا یعنی چی شما کنسرت باید مجوز داشته باشه؟ جمع کنید این دلقک بازیاتون رو، اینها رو کوتاه بیاید و
به جای اینکه برید با چشم آبی های غربی برجام امضا کنید، یک بار صادقانه بعد از 40 سال حکومتتون آقای خامنه ای عزیزان در سپاه پاسداران بیاید با مردم خودتون برجام امضا کنید، وگرنه نه شما خواهید مون، نه ایران، نه این مردم. اینو دارم بهتون میگم، این حکم تاریخه. کوتاه در برابر آمریکا نباید بیاید. هر کی خواست در برابر آمریکا کوتاه بیاد باید به میز محاکمه نظامی کشیده بشه، میخواد ظریف باشه یا هر شخصیت دیگه ای، به شدت باید مقابله بشه. به جای کوتاه آمدن در برابر آمریکا، در برابر مردم خودتون کوتاه بیاید و این آزادی ها رو به جوانان ما بدید. حق جوانان ما هستش که از آزادی های مدنی برخوردار باشن و با این کارتون جلوی واقعا ویروس های خطرناکی چون مسیح النژاد هم میگیرید. ولی وقتی که شما به مردم فشار میارید، مردم حق دارن ویدیو برای خانم مسیح النژاد بفرستن، حق دارن، حقشونه و شما هم باید کوتاه بیاید. نمیشه که همش مردم و ماهایی که در اپوزیسیونیم و همه اینا بخوان کوتاه بیان، شما هم باید کوتاه بیاید دیگه. ولی کوتاه رو جلوی خارجی نیا، کوتاه رو جلوی مردم خودت بیا. به خدا اون وقت نمیگن عزتت به ضربه خورد و اینا، ولی زمانی که اینجوری آمریکایی‌ها برات هارت و پورت میکنن و تو مجبور میشی میری برجامو امضا میکنی، اونجاست که عزتت زیر سوال میره. اگر میخوای غرور جریه دار نشه، نترس، مردم خودتن دیگه، مردم کشورمونن. از این مواضع حجاب و اینا پایین بیا، کوتاه بیا. به هر حال این بخشو میبندم. سپاسگزارم از همه عزیزان، خیلی ممنون که به این بخش گوش کردید. من این بخشو میبندم. سپاسگزاری میکنم از پارسای عزیز، سعید عزیز، کارین عزیز، بانو کتی، بانو سارا، علی بختیاری، کاوه کیانی، یارانی که دارم میبینم، مسعود عزیز، محمد رضا مهاجر عزیزم، یاران در اینستاگرام تا اونجایی که میبینم یه خود آیدیا به هم چسبیده سخت، حالا آیدیایی که میشناسم آرتور عزیز، بچه ها رو دست 1 2 3 4 5 6 همه عزیزانی که هستن، درود بر شما، داتای عزیز، داتا سارای گرامی و و همه یاران دیگه، دم همگی گرم. فردا من خیلی زودتر میام برنامه رو اجرا میکنم. 3 تا موضوع داریم و موضوع رو فردا ساعت تلاش میکنم 12 ظهر یا ساعت 2 بعد ظهر اروپا که میشه 2 بعد ظهر ایران یا 4:30 بعد ظهر ایران، تو این ساعت ها من آنلاین میشم. 3 تا موضوع که اونا رو اجرا کنیم. قربونتون برم. سپاس بر بانو اعظم گرامی و بانو مهرباد، یعنی بانو مهرباد عزیز، مهیار عزیز، بانو روزیتا، شب و روز همگی خوش، بدرود، پاینده ایران.